بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، نهم ماه فوریه سال 2018 میلادی و برابر است با 20 بهمن ماه 1396. دو روز دیگر، یعنی روز یک شنبه 22 بهمن در ایران، ببینیم چه اتفاقایی میفته. من ویدیوی آقای بابک هروی رو تا روز 22 بهمن، شاید تا روز 23 بهمن پخش کنم، چون حرفی که زده بود گویا حرف دل خیلی از شما هاست و تماس میگیرید و میگید که یه نفر بالاخره حرف درست زد. البته با همه کردیت و اعتباری که به آقای بابک هروی میدیم، ایشون تنها نیستن، خیلی های دیگه هم هستن، مثل همشهری عزیز خودم آقای افشین عبداللهی از آلمان. ایشون هم یه ویدیویی درست کرده، تهیه کرده و توی اون ویدیو به مردم میگه که شما اگه روز 22 بهمن موافق بهمن و حکومت و انقلاب هستید، برید بیرون، اگه نیستید نرید بیرون. البته همزمان آقای شادانلو و دیگرانی هم هستن که اونها باید باور دارن که اگه شما مخالف هستید میتونید همون روز برید بیرون و مخالفتتون رو نشون بدید. در همین آمریکا رسم هست که یه عده میان تظاهرات را یا بر علیه یا بر له و بر موافقت یه چیزی، همون روز گروه اونور خیابون مخالف اینها هستن. متاسفانه در همین رابطه این مسئله نجات پرستی و اینها از موقعی که این شارلاتان ترامپ آمده سر کار بدتر شده و عقده‌های درونی مردم رو آورده بیرون و این عقده‌ها رو ابراز میکنن. بعضی هم وقت بلد نیستن عقده‌شون رو ابراز کنن، با خشونت و به اصطلاح فحاشی و توهین و اینها همراه میشه. و دیروز یکی از اونهایی که وایستاده بود روبروی نجات پرستا، که به نظر من کار اونم درست نبود، اونا آمدن دارن تظاهرات میکنن، این از این ور خیابون دویده بود رفته بود اون ور خیابون، از خط پلیس رد شده بود و پرچم اونها رو گرفته بود، بعد اونا اینو شناسایی کرده بودن، گویا دیروز داشته دوچرخ سواری میکرده، آمدن تیری زدن توی پاش، شلیک کردن به پاش تا رساندنش بیمارستان و اینها. خلاصه این بنده خدا فوت شده. و من دیروز داشتم رانندگی میکردم، یه دفعه رادیو گفت که بها کشته شد. گفتیم ای نکنه این بهای خودمون باشه. ما یه دوستی داریم به نام بها ابهری، اتفاقا اون روزم روی فیسبوک لطف کرد و درباره برنامه عقل بشر نظر داد، نظرش رو فرستادیم و اون دوستمون هم پاسخ داد و ما هم پاسخ ایشون رو براش فرستادیم. و بله، امروز براش فرستادم، گفتم که خوب شد من حالا نگاه کردم. اول خوشحال شدم که اونی که کشته شده شما نیستی، ولی بازم نگران به اصطلاح ناراحت شدیم که چرا یه نفر باید جونش رو از دست بده برای عقیدهش، مخصوصا کسی که عقیدهش درسته، یا حداقل من فکر میکنم عقیدهش درست. و ما امروز آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر 165 برنامهش رو که درباره بهایی و بهاییت و باب و باب اللهی و این چیزا هست، در رابطه با سوالاتی که باعث طرد سرهنگ ثابت راسخ شده صحبت میکنه. میدونید که در دین بهاییت اینا چند نوع طرد دارن، طرد نمیدونم اداری، طرد مذهبی و ایناست. من خیلی وارد نیستم، مایل هم نیستم که وارد بشم. و آقای حسن ارشاد به نحو احسن با مطالعه داره این کار رو انجام میده. و اما گوگوش 24 فوریه میاد در همین محل ما. ما وقتی میگیم محل ما، باور کنید اگه ترافیک نباشه، مثلا من شب از اینجا برم به طرف وایت هاوس که اونا ترافیک از اونوریه، 20 دقیقه از در خونه من تا در خونه ترامپ وایت هاوسی که این روزا به خانه سیاه به اصطلاح تبدیل شده. در صورت امروز خوشحالم که آقای کیانوش توکلی هم جزو یکی از بیننده های ما هستن و امیدوارم که ایشون هم در برنامه آینده ما باشن. و بله،
در هر صورت دوستان عزیز، این فیسبوک رو هم با دوستانتون شیر کنید و امروز ساعت 3 بعد از ظهر قرار است با آقای جهانگیر شادانلو باشیم. یه چیز جالب براتون بگم، آقای شادانلو روز دوشنبه مهمان ما بودن، درباره چند موضوع صحبت کردن. موضوع مهم و اول این بود که دولت یا دادگاه انقلاب ایران حکم جلب پسر آیت الله شیرازی رو به اصطلاح صادر کرده بوده، حالا نمیدونم احضاریه بوده یا جلب و اینها، و این ویدیو بیش از 24 هزار نفر رفتن دیدنش. باید با آقای شادانلو بگم آقا دستمون به دامنت، شما رکورد ما رو شکستی، هر جا این ویدیو رو گذاشتی ویدیوهای برنامه سوربیرم بزن. خب میخواستم از خدمت شما بپرسم چرا بهائی‌ها از گفتگوی مستقیم و هر گونه بی احترامی برای روشن حقیقت برای همگان فراری هستن. دوست عزیز، شما باید از اونها بپرسید، من چه میدونم. دوستان تو رو خدا، تو رو به هر چی که دوست دارید فکر نکنید هر کسی اومد اینجا دو تا چراغ روشن کرد و یه دوربین گذاشت این امامزاده هست و امام هست و از همه چی خبر داره. همون اماما و امامزاده هم از هیچ چیزی خبر نداشتن، یه مشتی آدم های دروغگوی بودن ولی آدم های زبل بودن. اون روز تونستن عقل مردم رو ازشون به اصطلاح از کفشون برو بایند و الاخر. در صورت جواب این دوستمون آقای سید محمد رضا رضوی باید عرض کنم در بیخبری سید صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از بهایی ها، من بیخبر از خیشم. بمانم یه آقایی رو به نام آریاس به باوند ما اون روز صحبت کردیم. آقا چقدر دوستان گفتن آقا اینا اصلا یه مش آدم سودجو، یه مش آدم بیکاره، یه مش آدمی که سالها در ترکیه سرگردون و به اصطلاح هیچ کاری انجام ندادن و حالا بلند شدن رفتن عراق. بعد میگفت که ببخشید، اینجا وقتا میگفتن چاه مسترا و فاضلا به هم را در آورده، یه دوستی میگفت حالا شما یکی دیگرش رو نمیشناسی، سیاوش امانیه، گفتن دور دورا دور میشناسمش، اینجا هم یه مش تظاهراتی که بود هی میومد اینجوری جلو دوربین عکس بگیره و فلان اینها. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی یه ایمیلی ازش پرسیدن و همون جوری که سالها پیش سکویی خیلی هارت و پورت میکرد و واق واق میکرد و اینها، و یکی آمد گفت آقا رضا پهلوی این سگ شما خیلی واق واق میکنه، گفت بابا من اصلا سگ ندارم. آقای رضا پهلوی یه ایمیلی فرستاده، من اینو به شما نشون میدم. این رو من از روی فیسبوک آقای افشین عبداللهی برداشتم، حالا اگه بتونم پیداش کنم، بله آرپی قاجر نه اینا بهتون نشون بدم. جمعه است، روز خنده، میتونیم بخندیم. این رضا پهلوی رو با به اصطلاح لباسای قاجار به این صورت درآوردن. نه این کار آقای عبداللهی نیست، آقای افشین عبداللهی خودش طرفدار رضا پهلویه و به همین خاطر اون چیز رو گذاشته که به اصطلاح از رضا پهلوی پرسیدن خب آقا اینا الان رفتن تو عراق دارن انقلاب میکنن، شما چی کار میخوای بکنی اینها؟ ببینید جواب رضا پهلوی دوستان به این آقای افشین عبداللهی چیه و گفته چی. اولا من فکر نمیکردم که خانم وفایی هنوز هم در دفتر رضا پهلوی باشه. سالها پیش من چند بار با خانم وفایی صحبت کردم و این بنده خدام اونجا مسئول ماسمالی هست به کارهایی که رضا پهلوی میکنه و من نمیدونستم اسم ایشون فریده وفایی. من همیشه ایشون رو به نام خانم وفایی صدا میکردم و شماره تلفنشون و اینها رو هم داشتم که الان دیگه میبینیم که تلفن دفتر رو هم برداشتن. و اما میگه هم میهن عزیز، آقای عبداللهی با درود و سپاس، ایمیل ارسالی شما توسط هم میهن گرامی آقای فلان به این دبیرخانه رسید و شاهزاده رضا پهلوی از محتوای آن آگاه هستند. ضمن قدردانی از تماس تلاش های پاکدلانه و میهن دوستانه شما هم میهن عزیز از محتوای ایمیل شما برمی آید که با افرادی که هیچ ارتباطی
تکرار میکنم، با افرادی که هیچ ارتباطی با شازده رضا پهلوی و دبیرخانه ایشان ندارند در تماس بوده اید. برای مثال آقای سیاوش امانیه یا سیاوش امانیه، شاهزاده رضا پهلوی و دبیرخانه هیچ گونه شناسایی از ایشان ندارند. پیروز و سرفراز باشید. با احترام، دبیرخانه رضا پهلوی. این جایی هم که میبینید خط خطی کردن، این رسمه. وقتی یه نامه ای رو میخوان نشون بدن، اسامی یا قسمتی که مربوط به این گفته نیست اون رو میپوشونن. و آقای عبداللهی، من میبینم کاراش خیلی پروفشنالیه، یعنی کارای حرفه‌ای انجام میده. در اصولت اینم از این. و اما ام ام این شیرینی های خوشمزه که حالا اون وقتا که نداشتیم نخوردیم، حالا هم که داریم میگن نخور، چاق میشی، نخور میمیری. به نظر شما آدم از نخوردن و گرسنگی عمر طولانی بهتره یا آدم بخوره و بمیره لذت ببره؟ خب آقا رضا پهلوی خیلی رنگشون میکنه، نمیدونم چرا خجالت نمیکشن، دست ازش بر نمیدارن. آها، باریکلا، مجید زد به هدف. رسمه. مثلا یه دولتی مثل ایران اگه یک تروریستی میفرسته برو فلانی آقای طباطبایی رو بکش، بعد شما بهش میگی آقای پستچی اینجا میخواد آقای طباطبایی رو بکشه، اونا که نمیگن این از ماست. یک کسی جاسوس باشه که نمیگن از ماست. ولی دیگه به این شدت وقتی یک کسی رو میگن آقا این از ما نیست، یعنی اینا چنان لکه ننگی شدن که رضا پهلوی هم نمیخواد اینا نزدیکش باشن. و رضا پهلوی توی این کار واقعا زبله و اینا میان نزدیکش میشن، میرن میان عکس گرفته. همین آقای امانیه با زن رضا پهلوی، آقا زن رضا پهلوی بنده خدا یه وکیلی بود، اینجا کارم میکرد، تنش خورد به تن اینا، البته باباش هم پولداره، اونم بیکار شده. اگه اشتباه نکنم ما هم عکس فارغ التحصیلیش گرفتیم، نمیدونم، بستگی داره که از جورج تان فارغ التحصیل شده باشه، از جورج واشنگتن فارغ، مهم نیست اصلا. اینا تو خیابون هم داری میری، یه تو میسیس یه خانم مثلا بهش میگه اخ قربونت برم خانم پهلوی، بیا باید یه عکس بگیر، یه عکس باش میگیر. بعد این خانم میره عکس رو نشون میده، میگه اینها ببین ما با این دوستیم. بابا دوست تو خیابون تو پارچه فروشی باش عکس، تو لباس فروشی باش عکس گرفت، یا تو تظاهرات اینها. این بیچاره کسی از بهکام خبر داره؟ بهکام فامیلیش رو من نمیگم، ولی بهکام برنامه‌های تلویزیونی داشته اینا، ولی مشکل کلیه داشت. اون موقع میرفت از این سیستم‌های دیالیز میگن چی میگن، بعد عمل کرد، بعدش یه دفعه هیچ خبری ازش نیست. و اگه کسی خبر داره بگه. این آقای بهکام هم اون وقتا میرفت با دوربین و اینها، بعدم میرفت یه پرچم اینجوری میگرفت، یه دست به اصطلاح یه عکسی هم از آقای رضا پهلوی و اینا میگرفت. در هر صورت سوال اصلی اینه خدا آقای رضا پهلوی چی کار کرده که شما که وای میسی بغلش عکس میگیری میگی من چی کار کردم؟ میگن مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ شما حالا خودت آویزون میکنی به آقای رضا پهلوی. و ضمناً حتی داشتم با آقای عبداللهی میگفتم که عزیز من اگه کسی طرفدار یه نفر هست باید بگه که من از لحاظ سیاسی طرفدار اینم، از لحاظ فرهنگی طرفدار خیامم، از طرف اجتماعی طرفدار فلانم. بعد اگه از طرف به اصطلاح از نظر سیاسی شما طرفدار رضا پهلوی هستی، باید ببینی اون برنامهش چی، برنامه های اونو انجام بدی. و الا اگه شما سازمان خودت رو درست میکنی، الان ایران نما یا ایران سازان یا هزار تا اسم داری، اینا به عنوان رسانه تلویزیون اینها، بله شما میتونی جدا درست کنی اسمش هم بذاری، ولی اگر از لحاظ عملیاتی، از لحاظ حکومتی، از لحاظ پادشاهی طرفدار رضا پهلوی تنبل هستید، باید بشینید مثل اون میره میرقصه، شما برین برقص، میره کازینو، شما برین کازینو، عضو بشین، سالیانه ممبرشیپ بدین، هر وقت گفت آقا بلند شین دست پاتون رو جمع کنین بیاین بریم ایران، برین اینا. ولی هر بدبخت عقب افتاده میان سال بحران منش بلند نشه، یکیش با دوچرخه، یکیش با قارقارک، یکیش با ترترک، آقا این بلند شده یه چمدون گرفته دستش، 40 تا پرچم انقدی تو این چمدون نیست، بعد میگیم میخوایم بریم 1,000,000 نفر بیاریم تو ایران، این پرچما رو بدیم دستش.
خب احمق، مگه تو ایران چاپخونه نیست؟ شما ببینید این روزا یه نفر که فارغ التحصیل میشه، برید ببینید تمام خیابون رو می‌نویسن و میدونم فارغ التحصیل شدن شما رو به حاج خانم و مادر و پدر و اینها تبریک میگی. چاپخونه هست، وسایل هست، کامپیوتر هست، اینا عقب افتاده هستن. آقای سیاوش امانیه چون اسمش آوردیم، ایشون حق داره یا ویدیو بفرسته یا نظرشو بگه یا هر جا دلش خواست به اصطلاح اونم به ما فوش بده. ما فوشی بهشون ندادیم، میگم آقا این کارا بی خوده. اون آقای عرش آریاس به باون حالا از ترکیه بوده، چون من گفتم اروپا بوده، یه نفر گفت نه آقا اینا اگه پاشون به اروپا برسه که دیگه بر نمیگردم اونجا. گفت این چند سال علافه توی ترکیه است، حالا هم دیده از ترکیه بهتر بره عراق، شنیده که این اربیل عراق خیلی اوضاع خوبه، حالا رفته اونجا میفهمه که نه خیر آقا خیلی جای ایران بهتر از اربیل عراق. اینم از این ماجرا. و اما دوستان خوب ما، بله آقای افشین عبداللهی ویدیوش رو اگه بتونم ویدیو اونم میذارم که اونم میگه آقا یه روز دیگه بریم. ضمن 17 فوریه که امروز 9، 8 روز دیگه، یه برنامه‌ای هست که آقای شادانلو هم احیانا در برنامه‌اش ساعت 3 به شما خواهد گفت که آقای بنی صدر، آقای دستمالچی و چند نفر دیگه توی یک برنامه شرکت میکنن، توی سمینار، توی نشست هست و دارم دنبال اون میگردم که نشونتون بدم، چون آقای دستمالچی و آقای بنی صدر رو یادم هست، چون این دوتا قیافه آشنا بود و مغز منم حالا دیگه خیلی پیر شده، اونای دیگه یادم نیست. در صورت تو اون سمینار بگن آقا یه روزی مثلا همون جوری که جبهه ملی گذاشته، شما بذار روز 14 اسفند که کاملا جدا باشه از این 22 بهمن. آقای عبداللهی حرف قشنگی میزنه، میگه آقا با هلیکوپتر از اون بالا که فیلم میگیرن، نمیگه الان ساعت 4 بعد از ظهر طرفدارای رژیم رفتن خونه، اینا مخالفینه، اون میگیره تو خیابون ایران. ستلایت هم این روزا نشون میده، یعنی شما اگر گوگل چیه این ستلایت لایف داشته باشید، میتونید همون موقع نگاه کنید و ببینید و اینها و الی آخر. در صورت این ماجراها، این که هر کسی، بله 17 فوریه پیداش کردم، سر شما رو گرم کردم تا اینو پیدا کنم. بعضی وقتا ماها که برنامه گذار هستیم یا مجری برنامه هستیم، این کلک ها رو میزنیم که همینجوری حرف میزنیم تا اون چیزی رو که میخوایم پیدا کنیم. بله ببینید اینجا نوشته استقلال، آزادی، جمهوری ایران، گذار از دولت دینی و راهیابی به دموکراسی، سخنرانی و گفتگو در کلن آلمان پیرامون جنبش سراسری و شعار ملی ایران، آقایان ابوالحسن بنی صدر، محمد امینی، پرویز دستمالچی، بهمن مبشری و آقای ناصر کاخساز. چرا هیچ بانوی نیست در این کنفرانس؟ من نمیدونم. زمان ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه 17 فوریه 2018 میلادی، مکانش رو هم نوشته، سخنرانی و پرسش و تبادل نظر، گردانندگان حسین رضازادگان، علی اصغر سلیمی و خانم سهیلا ستاری. بله میگه که در مصاحبه با آقای خنجی خیلی جالب بود که آقای رضا پهلوی گفت نمیخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، ولی از جهتی میگوید که نوع سیستم آینده را به رأی مردم واگذار میکنند. خب اگه مثلا مردم گفتن سیستم پادشاهی میخوان، ایشان یعنی پادشاه هم نمیخوان باشن یا فقط مقام رئیس جمهوری رو دوست ندارن؟ ایشان رو راست صحبت نمیکنند. ای بابام جان، شما همین الان توی گوگل بنویس سوربی، یه خط فاصله بذار بنویس رضا پهلوی، کلیک کن 3-4 تا ویدیو میاد، برو نگاه کن. من بودم که از این سوال کردم 1987 آقا میخوای شاه باشی یا نه؟ اگه نیستی دروغ قسم خوردی، بیا پس بگی. حالا بعد اینا جرأت پیدا کردن آقای کامبیز حسینی از بپرسه چقدر پول داری، یا ازش بپرسه آقا میخوای رئیس جمهور بشی یا نه؟ من کسی هم که این وقتی گفت هرچی مردم گفتن من آن خواهم شد، گفتن شاید مردم گفتن قیافت و دماغ تو اینها خیلی قشنگی برای آخوندی، بیا باشو آخوند و از این ولایت فقیه به این ولایت سفیه ما میخوام بیام، میای بشی ولایت سفیه؟ دهنش خوش شد، شروع کرد آب خوردن و 600 دلارم اون روز ما ضرر کردیم به خاطر که آقای زیا آتابای
600 دلار پول بنده رو دزدید، کش رفت بالا رفت. با ایمیل ممنونم آقای سوربی، سلام، خواهش میکنم از مهمانانتون سوال بفرمایید که آقای محمود ملک مرزبان را که در اوایل درگیری‌ها توسط رژیم فعلی کشته شد آیا چیزی میدانن و یا به خاطر دارن؟ محمود پسر عموی من بود. متشکرم. از مهمانان آقای شادانلو رو میگید یا از کی؟ و نمیدونم دوستان، از همه میپرسم، شما همتون مهمان من هستین، چون توی آمریکا اینجوریه، اصلا میگن تی وی هوست، هوست یعنی میزبان، اون چیزی که ما میگیم مجری برنامه اینجا میگن تی وی هوست. و شب سلام، طرف وقتی میاد برنامه‌ش رو باز میکنه میگه اسم من استیون کولبر هست، ام یور تی وی هوست اور ام یور مثلا این پروگرام هوست، یعنی میزبانتونه. طبق گفته اونها من میزبان شما هستم، شما میهمان ما هستید. و اون تعارفای علکی هم که خیلی ممنون که ما رو به خونتون راه دادید، کجا راه دادید؟ خیلی ممنون که ما رو به قلبتون راه دادید، کجا راه دادید؟ شما اومدید دارید اینجا نگاه میکنید، ما داریم برق مصرف میکنیم، ما داریم اینترنت مصرف میکنیم، پس شما مهمون ما هست. بمانه دوستان، آیا کسی از شخصی به نام محمود ملک مرزبان اطلاع داره؟ و این همون چیزیه دوست عزیز که من به افراد نادانی مثل آقای ناصر رحیمی، ما ناصر رحیمی متاسفانه دوتا داریم، یکیش هست گویا تو کالیفرنیا، یکیش هست همین دور برا، اینی که اینجا هست با وجودی که طرفدار رضا پهلوی بوده، شاید هم هنوز باشه، آدم بسیار منطقیه. اون نادانی که تو کالیفرنیا هست یه آدم احمقیه، با وجودی که خودش بچه داره، با وجودی که نوه داره، به بچه و به اصطلاح نوه دیگران میگه برین تو خیابون کشته بشین و ما بیایم چنین و چنان. اینم از این. سلام جناب سوری، براتون روی ایمیل فرستادم، امید دارم فقط دریافت کرده باشید. به عنوان به امید شادکامی شما. اینم آقای بله، نمیدونم با چی با ایمیل فرستادید، شاید همون تلفنی رو که میگید یا تکسی رو که فرستادید. من یه تکس فعلا گرفتم و اگه منظورتون اون شعر زمستانه، بله ما اون روز شعر زمستان رو خوندیم و گفتیم که آقای شجریان عجب بینندهایی داریم، ما فکر کردیم فقط این پتیک ما رو میذاره روی میز کاربوت شکافی، نه میز چی میگن تشریح، ولی میگم یکی یکی شما همین هست. این دوستمون نوشته که آقای سوربی اون روز شما راجع به فیلم، به برنامه، به شعر زمستان و آقای مهدی اخوان ثالث صحبت کردید، به پیوست فایل صوتی شعر زمستان اخوان ثالث با صدای شاعر خدمتتان ارائه می‌گردد، شاید به دردتان بخورد. این به دردتان بخورد و ور داریم، شاید بتونید از استفاده کنید. مگه ما دردی داریم؟ و این چه دردیه که با اینها درمون میشه؟ اینم غلطه. بهتون گفتم مثلا میگه خون فلانی به دست فلانی به خون جوانان ایران آلوده است. آقا مگه خون اینها آلوده است؟ بگید آغشته است. یاد میگیریم، راه طولانی در پیش داریم. با عرض پوزش، همان گونه که ملاحظه خواهید فرمود ظاهرا حق با شجریان بوده. چقدر قشنگ، بدونی که به من توهین کنه بگه آقا تو نفهمیدی شجریان درست خونده، میگه ظاهرا حق با شجریان بوده و در هر دو جا لغت چشم آمده است. ضمن متن شعر را هم می توانید در این دو آدرس زیر ببینید. خب شما، شاید آقای اخوان ثالث هم اشتباه کرده، قرار نیست که ایشون شاعره اشتباه نکنه. شما میگید چی؟ میگه آقا چشمت اینقدر به دست این و اون نباشه. درسته؟ کسی که با چشمش به شما چیز نمیده، عاشق و معشوق که نیستید که. مثلا من گدا هستم، چشمم به دست آبرین هست که یه کمکی به من بکنه. چه چشم داری ز دست دوستان دور نزدیم؟ چه چشم داری؟ این دوتاشو میگه چشم، به نظر من غلطه. اونایی که فکر میکنن دوتاش چشم لذت ببریم، اونایی که فکر کنن غلطه برای ما بنویسید. من فکر میکنم اینجوری باید میبود که نفس که از گرمگاه سینه بیرون آمده است، این از شبت ابری جلوت میگیره و فلان، نفس کینه است، پس دیگر چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک؟ خب آقای مهدی اخوان ثالث هم سیگار میکشیده، هم فکر کنم این دوستان شاعر یه کمی هم تلخی و اینها، بعد وقتی صحبت میکنن دست و چشم و دندون مصنوعی و اینها،
ببخشید دیگه اب نداره. خب میپرسه که آقای رضوی خیلی سوال میکنی ها، سر کلاس این بچه های باهوش خیلی سوال میکردن و بچه های تنبل، اگه گفتید چرا؟ بچه های باهوش هی میخواست به معلم ثابت کنه که خیلی بلده و حوصله اش سر میره، بچه های تنبل هی سوال میکردن که افکار معلمه این ور اونور پریشون بشه یا مشقشون نگاه نکنه یا تکلیف خونه رو نگاه نکنه و اینها. حالا شما آقای رضوی جزو شاگردای تنبل هستی اینقدر سوال میکنی یا جزو سوالای زرنگ زده به هدف؟ میگه آقا این آقای سوربی نظر شما درباره این کنفرانس ها چیه؟ این کنفرانس ها فایده ای دارد یا نه؟ کنفرانس ها رو باید بعد از اینکه برگزار میشه نتیجهش رو ببینیم. نظر من اینه، در 40 سال گذشته هر چی از این کنفرانس ها برگزار شده هیچ نتیجه ای نداشته. یه دوستی سوال کرده، عزیز آززی، نه عکسی نه فیلمی نه چیزی، میگه که آقا برنامه در مورد چیه؟ خب جمعه است، ما یه جوکی به شما بگیم و اجازه بدیم من به این دوستون بگم که سلام، من روی ایر هستم، بعد از برنامه به شما تماس میگیرم، خیلی ممنون. در هر صورت این آقای آرمان شهبازی دوستان برنامه کنسرت ستار هنگامه و احمد سعیدی 10 مارچ در همین ویرجینیا در یه سالن قشنگ خودمونی راحت به نام چری بلاسم، چری بلاسم یعنی این شکوفه های گل یاز، و من یک بار یا دو بار اونجا بودم، اتفاقا اون دفعه که بودم آقای ستار اونجا بود، و این بار 10 مارچ امیدوارم شما هم باشید، همدیگر رو ببینیم. اگر هم زنگ میزنید بلیت تهیه میکنید بگید که آگهی اینها رو از تلویزیون مردم دیدید یا از روی فیسبوک مردم تیوی دیدید. در هر صورت این دوستمون که سوال میکنه آقا برنامه در مورد چیه، این کار زشتیه دوستان. ببینید یه نفر نشسته یه جا داره حرف میزنه، اگه هر لحظه یه نفر که میاد بگه آقا درباره چی صحبت میکنی، اون بگه آقا امروز درباره جنگ احد صحبت میکنی، دوباره تا تموم شد یکی بیاد بگه آقا امروز درباره چی صحبت میکنی، اون بگه امروز درباره جنگ احد صحبت میکنی، دوباره اون یکی بیاد بگه جنگ این که نمیشه عزیز من، صبر کن. تو شیراز اون وقتا که حمام عمومی بود، وقتی میرفتیم مادرمون میگه وقتی میری فوری نذاری کیسه بکشن بیای بیرونا، بشین اونجا تا خیس بخوری این چرکات کنده بشه. گفتیم چشم، ما بی حوصله می نشستیم و البته بعض وقتا اونایی که پارتی داشتن زود کیسهشون می کشیدن می رفتن، ما چون نه پولی داشتیم انعام بدیم و فلان یا انعام بدیم نوبتمون نمی شد. در هر صورت رسم بود، می گفتن که صبر کن از راه برسی بخوسی، یعنی خیس بخوری دوست عزیز. حالا یه جوکی برات میگم که خیلی بهت بر نخوره. یه تیمارستانی بود، بگیم تیمارستان شیراز، دیوانخونه سلامی، اوکی؟ بعد میگن که یک دکتر جوانی به همین نام آقای یا خانم آززی، اصلا اسمای من میبینم و میشنوم و میخونم تو فیسبوک که نگو و نپرس، آززی، بله، ایشون تازه شده بود متخصص روان پریشی و آمد در تیمارستان و اونجا وایساد و بهش گفتن شما مسئول این 12 تا دیوونه هستی، صبح باید قرصشونو بدی، بعد مواظب باشی اینا از درخت بالا نرن و فلان بسار و اینها، و این وایساد قرصها رو که داد دید اینا قرص رو که میخورن میرن توی سالن اونجا صف میکشن، و این امروز نگاه کردید صف میکشن یکی یکی، بعد میرن دوباره فردا نگاه کردید همون، پس فردا نگاه، روز چهارم گفت که خب منم برم تو این صف ببینم اینا چیه که هر روزم میان نگاه میکنم. وایساد تو صف و نوبتش که شد دید اینا تو دیوار یه سوراخی نگاه میکنن، اینجوری نگاه کرد دید این سوراخ تاریکه، سیاهه، اصلا مثلا دیواره اگر 20 سانته این سوراخ 3 سانت رفته جلو، بعدش هیچی نیست. پشت سری زد اینجاش، گو که آقا برو دیگه چقدر نگاه میکنی، مثل من توی موزه لوور فرانسه بود کجا بود این
مونالیزا وایساده بود، یه دیوانه اینجوری وایساده بود، گفتم آقا برو وایسادی که بهت حرف بزنه. شاید هم نباد میگفتم، شاید اونایی که مامور اونجا هستن باید یک جوری جریان بذارن که آقا ملت رد بشن دیگه، این همه آدم 50 دلار 60 دلار ازشون گرفتین اومدن اینجا که این خانمو ببینن، اینجوری که من هیچ چیز جالبی هم توش ندیدم، عکس‌ها و نقاشی‌های قشنگ‌تر از این دیدم. بمانه دیوونه زد اینجای این دکتره، همین زد اینجای آقای عزیز عزیزی، گفت آقا برو دیگه چقدر وای میشه نگاه میکنی؟ گفت خب میخوام یه چیزی ببینم، هی اینجوری اینجوری که تو دوربین هیچ وقت نگاه کردید بعضی وقتا اینجوری اینجوری باید بکنید تا اون تصویر رو ببینید. گفت میخوای چی ببینی؟ گفت آقا من اینجا هیچی نمیبینم. گفت آقا من 20 سال تو این دیوانه خونه هستم، تاریخ خودم رو میگم، سربی 20 سال تو این دیوانه خونه هست و 20 سال دارم هر روز تو این سوراخ نگاه میکنم، من هیچی ندیدم، هیچی نفهمیدم. آقا یا خانم عزیز عزیز، شما امرو اومدی میخوای ببینی چیه؟ هیچی. وقت تلف کردن، شما رو سر کار گذاشتن و شما بیکاری، اگه بیکار نبودی نمیمدی اینجا. بارها گفتم اگه نوبت دکتر داشتی، اگه قرار بود بچه‌ت از مدرسه برداری، اگه قرار بود خودت بری مدرسه، اگه قرار بود بری سر کار، اگه قرار بود یه جای پول بسازی، میگفتی آقا گور پدر سوربی میرم بعدن اصل میام نگاه میکنم. هیچی آقا، در مورد هیچیه. فیلم های ساینفیلد رو نگاه کن، ما هم مثل اونها در مورد هیچی صحبت میکنیم. صحبت از ستار شد، اجازه بدید که یک ویدیویی رو که روی مردم تیوی هم گذاشته این براتون نشون بدیم و تشکر کنم از آریان پروڈاکشن که این ویدیو رو ساخته و به اصطلاح اینجاست، روی من مردم تیوی هست، هم روی فیسبوک شخصی خودم هست و من اینجا هم از روی صفحه آقای آرمان شهبازی بهتون نشون میدم. و ای کاش که این دوستمون، اینا که چندین سال خودشون خانواده همه تو کار رادیو تلویزیون و فرهنگ و موزیک و اینها هستن، این ویدیو رو اندازش رو یه جوری ساخته بود که برای چیزم خوب بود، برای بگید دیگه، برای فیسبوک هم خوب بود. آقای ستار نشسته در یه ماشینی به احتمال زیاد بنز یا کادیلاک، هرچ ماشین قشنگیه، تودوزی چرمی رنگ قرمز، و بشنویم و ببینیم آگهی 10 مارچ و اونجا شماره ها رو هم با هم ببینیم. دوستمونم درست میگه، میگه آقا چری بلاسم میشه شکوفه های آلبالو یا گیلاس. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ، مجلل ترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت هم هستی اما زردت نه، هنگامه کجا بودی تا حالا، کجا بودی تا حالا، سابستت شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید مال من باشی. در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، ستار هنگام احمد سعیدی اد چری بلاسم بانکوئت هال، با پذیرایی کامل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بسیار ممنون و به امید دیدار شما دوستان اونجا. از قبلم اگر بلیتتون رو بخرید بهتره، چون ایام عید میشه، عید نوروز خودمون، و بعضی وقتا میبینید که سولد آوت میشن. سولد آوت یعنی همه بلیت‌ها فروش رفته، اونجا به شما میگن وایس دم در، اگه کسی نیومد شما بیا داخل. در هر صورت ممنون و متشکرم از شما دوستان. یه نفر گفت که آقا من یه بار شما رو دیدم با ریش و شما خیلی شبیه ستار هستی. بهش گفتم بذار برات یه چیزی بگم. اون موقعی که تو رادیو تلویزیون نبودم، یه شب خانم سوسن خدا رحمتش کنه زنده بود، با مجید وفایی آمده بودن اینجا، یک رستورانی بود به نام ساقی و منم با داداشم و خانواده و اینها رفته بودیم اونجا، و آقای وفایی اولم شاید واقعا فکر کرد که ستار نشسته اینجا. بعد گفت که
آقا دوستان عزیز خیلی خوشحالم آقای ستار هم نشسته اینجا. بعدم مردم هی نگاه کردن و هر کی میاد میرفت سلام علیک میکرد اینا. ما گفتیم بلند شدیم گفتیم آقا ما ستار نیستیم. اونم جوکیه این وفایی، گفت ایشون ستار نیست هزارتاره. در صورت ایرانی ها خیلی ها مثلا من عکساشون که میبینم اینا شبیه رضا پهلوی هستن و بالاخره اینجوریه که خیلی ها که مثلا ایرانی ها رو میبینن میفهمن که اینا ایرانی هن. هممون دیگه اون سعدی گفته که دیگه همه ماها از یک گوهر و از یک هممون مثل اعضایی، مخصوصا وقتی که مال یک قسمت باشی. مثلا ایران اون قسمت جغرافیا بیشتر شبیه هم هستیم تا مثلا من با چین. با المپیک امروز شروع شد و اولین آبروریزی و عذرخواهی کرده دولت کره جنوبی از ایران، براتون میخونم. ممنونم از اون دوستی که فرستاده. این کنسرت ستار هنگامه رو نشون دادیم، گوگوش مونده و بعدم 26م همین ماه که البته از 25م شروع میشه تا 26م. آقای مهدی تبریزی این بار کار قشنگی انجام داده، گفته 25م یک شنبه است، شما بیاین همینجوری شب با هم باشیم تا 1 و 2 صبح میشه 26م، چون ایشون باوری داره برای 26م برنامه‌های هر ماه. و اما المپیک زمستانی رو در موردش صحبت میکنیم، ماجرا چی بوده، تلفن‌های سامسونگ چی بوده و اینها. و بیایم آمریکا، واقعا این ترامپ گند زد به آمریکا. اولا کسی که میگفت که ما بدهکار نباید باشیم و چرا اینقدر خرج میکنن و فلان اینها، الان خودش اومده بدهکاری و خرج و اینها رو برده بالا. تا صبح که من رفتم از منزل بیرون، از دیشب به اصطلاح آمریکا باز بودجهش شاددان شد و خیلی از کارا صبح نمیدونستن. باورتون میشه شما تو آمریکا کارمند دولت باشی، دولت مرکزی، ندونی صبح باید بری سر کار یا نری سر کار؟ بعد دوستان اینجا اینجوریه، طرف اگه یک هفته حقوق نگیره ماشینش ازش میگیرن، 2 ماه نمیدونم ماشین نداشته باشه خونش اینجوریه. ولی این مردی که احمق که اصلا هیچ خبری، یعنی همیشه یا پولدار بوده باباش پولدار بوده بعدم یا همیشه پول اینو نمیگرفته، خودش هم قشنگ میگه، میگه من عاشق بدهکاریم، من با بدهکاری بزرگ شدم. البته این بدهکاری که میگه با بدهکاری من و شما اشتباه نکنید ها، که بنده مثلا یه زمانی برای اینکه بتونم برم اجاره خونم رو بدم مجبور بودم برم کتاب تلفن پخش کنم که آقا آخر ماه 800 دلار رو داشته باشم. بدهکاریایی که این میگه همش کلاشیه، یعنی کلاهبرداریه. وقتی میگه بدهکاری یعنی من پول این بانک رو کشیدم بالا، خوردم، خرج کردم، زنبازی کرد، بعد میره بانکراپسی یا ورشکستگی اعلام میکنه. چیزی که هست نمیدونه تو با شخصی و با سازمان و شرکت خودت تونستی این کارو بکنی، با دولت نمیتونی. برید نگاه کنید بودجه رو، ببینید چقدر بردن بالا بدهکاری آمریکایی‌ها چقدر میشه. اونایی که میگفتن آقا نگاه کنید دموکرات‌ها هر بچه‌ای که دنیا میاد 30,000 دلار بدهکاره، حالا برید ببینید چقدر بدهکاره. و اما بیاین بریم کجا؟ اولد بوی کلاب. این اینایی که مر زن ستیز هستن و اینها یه سری هستن دور هم جمع میشن. الان اگه نگاه کنی این آقای جنرال جان کلی، ما گفتیم حالا بچه‌ش هم تو جنگ کشته شده، آدم انسان شعور داره، فهم داره و میاد اینو آدم میکنه. نگو که اون پدر سوخته میدونسته این چه پدر سوخته ای که آوردتش اونجا. و برید ببینید گندبازی و کثافت بازی و غیر قانون، قانون زیر پا گذاشتن رو یکی پس از دیگری. طرف مثلا از فال میشه پاییز، از آگست میدونسته که این کسی که داره کار میکنه زنای قبلیشو زده و نمیدونم شکایت داره و پرونده پلیس داره. و اینجا باید اون وقتی که توی کاری هستی که نامه های محرمانه یا به اصطلاح گفت و شنودهای محرمانه و خیلی محرمانه و اینها میاد زیر دسته، کی؟ نفر اولی که با ترامپ در تماسه، بهش میگن، یکیش میگن چیف آف استاف، یعنی مثل وزیر دربار اینجوری مثال بزنیم، یکیش میگن استاف سیکرتری،
یعنی این منشی یا کارتاکن همه چیزان، حالا دیگه روزا سکرتری هم نمیگن، بهش میگن اگزیکیتیو اسیستنت. در اصل این اگزیکیتیو اسیستنت این آقای جان کری، کلی نه کری، جان کلی دیوانه بوده، دیوانه جنگی، و اینا میدونستن که اف بی آی گفته آقا این به خاطر این پرونده هایی که داره امکان این که ازش بخوان به اصطلاح برایبش کنن. برایب یعنی طرف میاد بهش میگه که ببین اگه این مدارک رو به ما ندی ما دستت رو میکنیم. بوده همجور نگهش داشتن. حالا طرف خیلی جالبه، تو آمریکا هر روز ما یه چیز یاد میگیریم، بالاخره ما تا اینجا رو بلد بودیم که میگن خاکروبه ها رو جارو بزنی بکنی زیر قالی که فایده نداره. امروز میگو این خاکروبه ها رو جارو بزنی بکنی زیر قالی، یه وقت دیگه انقدر زیاد میشه وقتی راه میری پات میگیره به اینا و میخوری زمین. ماجرای ترامپ اینه، چنان داره زمین میخوره که وکیلای خودش، دوستان ببینید این مرد چقدر دروغگوه، وکیلای خودش چون میدونن این شخص دروغگوه میگن تو نرو با این بازرس مخصوص صحبت کن، چون تو اصلا نمیتونی راست بگی، چون حرف راست تو وجود تو نیست. ولی امیدوارم این چون آدم احمقی شارلاتانیه انقدر اون غرور بی خودش بهش چیز کنه که بره این کارو بکنه و بگیرنشو به زودی، حالا یا ایمپیچش کنن یا از کار برکنارش کنن هرچی. ولی برگردیم برای یه چیزی، میدونید که این چون خیلی فکر میکنه آدم هندسامیه، مثلا با اون هیکل چاق و فت اس بودنش رو اینها فکر کنه آدم ورزشکاریه، چون هفته یه بار میره گلف، اینم با ماشین از اینجا سوار میشه میره اونجا تق میزنه دوباره سوار ماشین میشه میره، این فکر کنه ورزشکاره. از طرفی موهاشو خیلی دوست داره، فکر میکنه خیلی خوشتیپه، موهاش هم که دیدید از اینجا ور میداره میبره اینجا، میپیچونه میاد اینجا، میبره اینجا، بعض وقتا هم دیگه یادش میره کجا برده و اینها. تا حالا تو چندین برنامه هی گفته این موها مال منه، و هر وقت میگی موها مال منه اگه دقت کنید دست میذاره اینجا موها رو میبره بالا، اینجا فشار میده که دیگه کسی نتونه دست ببره داخل موهاش. دیروز پریروز این داشت میرفت یه جایی، باد این جت هواپیما که روشن کرده بودن لابد هر از این بعد دیگه میگه خاموش کنید تا من برم تو، یا کلا میذاره سرش زد چشمتون روز بعد نبینه، حال آدم بد میشه. ولی برای کسی هست که میگن این آدم دو فیس دو روه، این خوب بود، از پشت سرم مثل صورت بود، این موهاش رفت بالا، باورتون میشه اصلا تمام اینجا کچل. بابا جون اولا این کچلیه، این مرضه، این تاسی نیست، تاسی یه چیزی که بر اساس سن میاد، و جوک میگفتن اون وقتا، میگفتن اونایی که اینجاشون تاس میشه خیلی میدونن، اونایی اینجاشون تاس میشه خیلی نمیدونن، فکر میکنن فلان، اونی که اینجا و اینجاش میشه فکر میکنه خوشتیپه، اینا خیلی فکر میکنن یکی خوشتیپه، اونی که همش میریزه فکر میکنه خوشتیپه، جوکا یادمون میره بمانه. ولی این آدم کچله، به خاطر همین اگه نگاه کنید دکتره وقتی داشت گزارش میداد گفت که این یه قرصی میخوره، نمیدونم پرفشیا چی اسمش، که برای همینه. اون موقع مردم فکر کردن این برای پروستات میخوره، ولی اون قرص رو حالا من بهتون نشون میدم اینجا هم شما ببینید، این آقا وقتی سوار هواپیما میشه ببینید دو چشمتون روز بعد نبینه که این خب مرد حسابی، برو مثل اون سمدانو چی بود، مثل آقای زیا یک کلاگیس بذار، یا مثل صد تای دیگه، یا قشنگ موهاتو به یه آرایشگر خوب بگو آقا موهای من اینقدر، خانم موهای من اینقدر، چه مدلی باید بزنم که مثل آدمیزاد باشم. دوستان شما بیان این ویدیو رو نگاه کنید و ببینید این میگه 60,000 دلار داده که موهاشو ببافن، یعنی یه سری مو ببافن به موهای اصلیش. حالا اون موها هم ممکنه مال خودش باشه، میدونید که مثلا ابی هم گذاشت موهاش بلند شد، بعد موهاش رو به اصطلاح تقدیم کرد به بچه هایی که سرطان دارن، براشون کلاگیس درست میکنن اینا. حالا خودتون با هم ببینید، این اولا نگاه کنید از اینجا داره راه میفته، نگاه کنید و ببینید جلو صورتش سفیده مثل اینایی که پیس شدن، مو رو داشته باش، یا خدا یا خدا، بیارم باز بیشتر بهتون نشون بدم نزدیکتر، بله اینو داشته باشین، بیارمش قشنگ نزدیک نزدیک که دیگه ببینید کله تاس این آقای عقب افتاده و شارلاتان. نگاه کنید
خب مرد حسابی قشنگ موهاتو بتراش مثل آدم، نگاه این هم اونایی که هی فکر میکردن که ترامپ کلاگیست داره، توپه میگفتن، توپه توی آلمان نمیدونم. در هر صورت آخه میدونی بعضی ها مثلا یه تیکه اینجا میذارن. اتفاقا من دیدم، حالا بعضی از دوستانم شاید خوششون نیاد، مثلا یه کلاگیسی طرف 30 سال پیش خریده $200، اون وقت حالا رنگ موهای خودش عوض شده، این هنوز همون کلاگیستر داره، اون وقت کلاگیست با بدی بشورن تمیز کنن با رنگ موهای جدیدت عوضش کنن. من این آقای سن دامرسون بود، دامرسون بود کی بود میدیدم، میگفتن $12,000 پول کلاگیست شه و هر سالم که شما میدیدی خیلی قشنگ، همه میدونستن کلاگیسته ولی تمیز. این آقای زیا آتابای کلاگیست وقتی اینجوری میکرد این زیر کچل و عرق و حالا بنده اگه یه روزی از اینم که هستم تاستر شدم موامو کوتاه‌تر میکنم، هی دیگه از اینجا از شمال تا جنوب، از جنوب تا شمال، از شهر تا غرب در سری برنامه های عقده‌ای هایی که مو میخواهند. بله یکی میگه آقا شما چقدر با ترامپ بدی، ایشون ترامپ نبود، روح و شبیه ترامپ بود. احتمالاً طرفدارای ترامپ یه همچین چیزی رو هم میگن، خیلی ممنون، ولی این چیزی بود که تو تمام تلویزیون‌ها شب نشون دادن. بله آقای شادانلو نوشتن که با ما خواهند بود و بیشتر درباره انقلاب صحبت میکنن و خودشون دیگه میدونید ما اینجا با کسی هم هیچ گونه تعارفی نداریم. وقتی یه نفر میاد برنامه مال اوناست بهش میگم که ببین این برنامه مال شماست، من اینجا فقط کمک میکنم که برنامه شما رو بفرستیم رو ایر. و همه اینها هم در طی این سالیان دراز میدونن ما در تلویزیون مردم هیچ خط قرمزی نداریم. اتفاقا حالا اگه یه وقتی بشه با آقای عبداللهی صحبت کنم، این تلویزیونایی که هم ادعای آزادی میکنن بیاد ایشون به شما بگه که روز اولی که میری بهت میگن اسم فلانی و فلانی نیاری، یا روز دومی که میری میگن به فلانی و فلانی یه وقت گیر ندی و همین جوری چپ و راست. ولی شما اینجا دیدی طرف میاد نظرشو میگه، منم به همه اینا میگم، من هم به عنوان یک بیننده، به عنوان یک شنونده حق به اصطلاح اعتراض، حق نظر خودم رو که به شما بیان کنم اینجا رزرو میکنم، من حق دارم. یعنی شما به خاطر اینکه یه مبلغی میدی بابت ایر نمیتونی به من بگی خب بس به من هیچی نگو. و دیدید که من مثلا من با آقای عبداللهی با آقای بابک هروی هم نظرم، در صورتی که خیلی با اینا اختلاف دارم، ولی تو این قسمت 22 بهمن میگم آقا شما بذار 23 بهمن، بذار 23 بهمن، بذار جمعه بعدش، بذار پنجشنبه، جمعه میخوان برن نماز، بذار پنجشنبه، بذارید یه روزی که نه سیزده به در باشه، نه چهارشنبه سوری باشه، نه روز جمعه نماز جمعه باشه، نه روز 22 بهمن باشه، نه تاسوعا باشه، نه عاشورا باشه، بالاخره تو تقویم یه روزی گیر میاد. حالا 14 اسفند جبهه ملی گفته ما میخوان بریم راهپیمایی، البته اونا هم نقص دارن، اولا اومدن از کسی که دیکتاتوره اجازه میخوان، بعدم کجا در تمام محل ها، اینجوری که نمیشه بابا باید بگین تو فلان محل تو فلان. این خانم شوره عاصمی یه برنامه رو الان چند ساله میذاره به نام نوروز برای ایرانی ها، نوروز پارتی یا نوروز فستیوال، خیلی قشنگ، اول توی پارکی بود، بعد توی پارکینگی بود، حالا تو تایسنز به قول ایرانی ها، در به قول ایرانی ها اینجا در قلب ویرجینیا میذاره. آقا از یه سال قبل میرن اینجا رو اجاره میکنن، اون بهش میگه شما که میای اینجا باید 4 نفر 10 نفر 20 نفر مأمور باشن، کسایی که میان اینجا نمیتونن هی زر رو زر برن دستشویی مال رو استفاده کنن، باید توالت براشون بذاری اینجا. حالا جبهه ملی از آقای روحانی خواسته اجازه بدید به ما بیان راهپیمایی، کجا چجوری؟ ولی با همه اینا شما باهاشون تماس بگیرید، متشکلشون کنید، بگید آقا میدان انقلاب، میدان آزادی، میدان شهریار، میدان ولیعهد، میدان جاله، هر چی که دلتون میخواد، ولی جاشو به مردم بگید و بیان. چون دوستان زیادی اون روز گفتن که آقای شادانلو اشتباه میکنه، این نظر اونهاست
و منم برشون نوشتم یا گفتم کهشون که آقا ایشون فیسبوک داره، با خودشون تماس بگیرین. ولی بعضیا تنبلن، وقتی به من میگن دیگه میگن خب ما گفتیم، حالا ایشون هم به اون میگه و الی آخر. خب این از این، این از این، این از این. و اما ممنونم از پتیک که این کتاب 664 صفحه‌ای رو هم میخونه هم برای من و شما چکیده یا تقلبش رو به همون میرسونه. با هم دو تا یا سه تا پیامشون گذاشته، گوش بدیم تا منم جرعه ای آب بنوشم و بیام خدمت شما. آب هم اینجاست، من نشستم ولی گوش میدم. بفرمایید. وقتی میخواد بره تو گوگل وایس جون میکنه. بفرمایید. کاکو جان سلام، پکیک هستم. به صفحه 423 خاطرات ولادیمیر رسیدم. یه نقطه ای از شاید جالب باشه به عنوان صادق قطب‌زاده. در پایان نوامبر 1979 صادق قطب‌زاده به وزارت امور خارجه منصوب شد. در مطبوعات جهانی برای اولین بار وقتی از قطب‌زاده نام بردن که وی از آمریکا برای پیوستن به همراهان آیت الله خمینی روانه پاریس شد. اما افراد معینی که نماینده منافع شوروی بودند از خیلی پیشتر او را میشناختند. صادق قطب‌زاده در اوایل دهه 60 که نوجوان بوده از مود روز پیروی کرد و برای تحصیل روانه آمریکا شد. در آنجا به زودی مجذوب ایده‌های چپگرانه شد که در میان ایرانیان ایرانی مقیم خارجه محبوبیتی داشت. در این حال هوا بود که نظر GRO که در آن زمان نمایندگانش در میان دانشجویان چپگرا به شکار می‌پرداختند به جرف خود جلب کرد. به خدمت گرفتن قطب‌زاده چندان مشکل نبود. وی آماده کمک کردن به اتحاد شوروی در جهان کمونیست بود. اما به زودی استکاکای میان قطب‌زاده و GRO پیدا شد. GRO میخواست او تحت سرپرستیش در ایالات متحده بماند و پس از خاتمه تحصیلاتش در آنجا کار کند تا به این ترتیب GRO بتواند مسئله کاشتن عاملش را در سرزمین دشمن اصلی حل کند. اما قطب‌زاده نقشه‌های دیگری داشت. میخواست برای ادامه تحصیل به شوروی برود. این خواسته او GRO را غافلگیر کرد. سعی کردن قطب‌زاده را قانع کنن که تصمیمی عجولانه گرفته است. اما او در تصمیم خیش استوار بود. سپس به اعمال فشار بر او پرداختن و حتی تهدیدش کردن. در اثر این وضع میان او و افسر سرپرستش مشاجره درگیرد و در نتیجه قطب‌زاده از ادامه همکاری امتناع کرد. داستان معاشقه او با کمونیسم شوروی به سر رسید. از آن پس به صورت دانشجوی دائمی در ایالات متحده زندگی کرد تا اینکه فرصت پیوستن به نهضت آیت الله خمینی به وجود آمد. کینه قطب‌زاده نسبت به اتحاد شوروی از همان روزهای اولی که به وزارت امور خارجه منصوب شد خودنمایی کرد. اینک فرصت آن را یافته بود تا توهینی را که در جوانی به او شده بود جبران کند. در زمانی که روحانیت سرگرم مبارزه سنگینی علیه آمریکا بود، قطب‌زاده هم مبارزه ضد شوروی را آغاز کرد. این مبارزه در ابتدا صورت دیپلماتیک داشت، ولی بعد قطب‌زاده با بدتر شدن خلق و خویش شروع به اظهارات مطالب خیلی خطرناکی در جرائد نمود. به این ترتیب در نخستین روزهایی که سر کار آمده بود تصمیم گرفت وضع همه نمایندگان شوروی در ایران را دوباره بررسی کند. می‌خواست بداند که چرا شوروی آن همه مایملک در ایران دارد، چرا دو کنسولگری داریم، چرا پرسنل سفارت شوروی در تهران بیشتر از پرسنل سفارت ایران در مسکو است. این منشأ ابتکاراتی بود که میخواست همه چیز را با هم متعادل سازد. مسکو از هیچ کدوم از این اقدامات را بله. این 3 دقیقه اول پیام تموم شد. اجازه بدین یه پیام دیگه ایشون گذاشته، اون رو براتون به قول آمریکایی‌ها پلی کنم. بله، پیام دوم. ایشون داره از اون کتاب کاگبه در ایران میخونه و اینجوری که شما میگید یعنی آقای قطب‌زاده اول به اصطلاح مأمور روسیه بوده بعد رفته آمریکا. این خیلی مشکله ها، وقت آمریکایی‌ها به این سادگی کسی رو نمیگیرن، یا باید ثابت کرده باشه که واقعا جان فدا است. و ببینیم، حالا بشنویم این 3 دقیقه. آها، این رفتیم 1:27 دقیقه، این رفتیم رو 3 دقیقه سوم و بذارید 51 رو من پلی کنم. این من بر اساس ساعاتی در زمانی که ایشون
زنگ چرا پرسنل سفارت شوروی در تهران بیشتر از پرسنل؟ دوستان یاد بگیرید یه جمله آخری رو که اونجا گفته دوباره اینجا میگه که سوربی بفهمه. بله همین اینه، این پیام دومه. سفارت ایران در مسکو است. به این منشأ ابتکاراتی بود که میخواست همه چیز را با هم متعادل سازد. مسکو از هیچ کدام از این اقدامات راضی نبود. گفتگوهایی برای رام کردن این عامل کینه‌توز سابق انجام گرفت، ولی نتوانستند بوتزاده را سر جایش بنشانند. وزیر خارجه ایران اظهارات مکرری درباره افغانستان می‌نمود که نه تنها با اعتراض بلکه با تهدید علیه شوروی نیز همراه بود و میگفت که شوروی حزب توده را از طریق نمایندگی بازرگانی خود کمک می‌کند. سرانجام در ژوئیه 1980 وی بی‌پرده خواستار آن شد که پرسنل دیپلماتیک شوروی به 13 نفر کاهش یابد. مقامات شوروی این را ناقص رفتار حسنه تلقی کردند، ولی در این باره کاری از دستشان بر نمی‌آمد. پس از فردی جر و بحث میان کارمندان وزارت خارجه و کاگبه و گرو، تصمیم بر آن شد کاهش را متساویان تصمیم نماید. ضربه قدساده به هر حال کاملا به نتیجه مطلوبش نرسید. واقعیت این بود که تعدادی از مشاغل دیپلماتیک سفارت بدون متصدی بود. همین مشاغل کاهش یافت. وضعی که پیش آمده بود به رزیدنسی کاگبه مجال داد تا با بازگرداندن افسرانی که فقط وقت می‌گذارندن بار خود را سبک سازند. آنچه قدساده می‌کرد طبعا مقامات شوروی را خشمگین می‌ساخت، زیرا چنین رفتاری را از ناحیه وزیر خارجه یک کشور کوچک همسایه نمی‌توانستند تحمل کنند. از این رو پولیت برو دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کاگبه دستور داد قدساده را از سر راه بردارد. از قضای روزگار ناگهان در اوت 1980 مرداد 59 قدساده از وزارت خارجه عزل گردید، گویی اینکه کاگبه هنوز اقدامی علیه او انجام نداده. قدساده از صحنه سیاست ناپدید شد و کاری که شروع کرده بود همچنان ادامه می‌یافت. کنسولگری شوروی در رشت در سپتامبر 1980 شهریور 59 تعطیل شد. علیرغم طرد قدساده دستور پولیت برو به کاگبه به قوت خویش باقی ماند. دستور است و اقدامات جدی به عمل آمد. از جمله این اقدامات آن بود که اطلاعاتی در اختیار مقامات ایرانی گذاشته شود که قدساده را عامل سیا معرفی کند. در میان دیگر چیزها این کار هم به وسیله حزب توده صورت گرفت. اقناع مقامات چندان مشکل نبود، چون قدساده سالیان درازی را در ایالات متحده گذرانده بود. سرانجام در آوریل 1982 او را به اتهام توطئه علیه رژیم دستگیر کردند. وی دستگیر شده بود که کاگبه اقدام دیگری را علیه او کارگردانی کرد و آخرین میخ تابوت او را کوبید. در مرکز یک نامه رمز از سیا به عاملش در تهران تقدیم کردند و رمز سازی را به کار بردند که هر متخصصی میتوانست آن را کشف کند. از کسی نامی برده نشد، ولی از متن به خوبی پیدا بود که این عامل پنهانی و بسیار با ارزش قدساده است. پس عامل این پیام را از کسی نامی برده نشد، ولی از متن آن به خوبی پیدا بود که این عامل پنهانی و بسیار با ارزش قدساده است. پس عامل این پیام را مقداری نسبتاً پرحجم کاغذ سفید تشکیل می‌داد. آن را زیر یک باجه تلفن در نزدیکی پمپ بنزینی در خیابان تابنده واقع در شمال تهران گذاشتم. افسر ما سپس به سرویس قنصازازی بمب تلفن کرد و به زبان فارسی گزارش داد که دیده از شخصی چیزی را در زیر کیوسک تلفنی کار گذاشته است. انفجار بمب در پمپ بنزین ها در آن ایام زیاد اتفاق می افتاد. بسته به زودی از زیر کیوسک ناپدید شد. قدساده را در سپتامبر 1982 تیرباران کردند. یک، این در مترجم جواب بوده. مطلب مربوط به قدساده را نویسنده چنان پرورانده که گوی قدساده فقط به دلیل دشمنی با شوروی سقوط و عامل سقوطش نیز چیزی جز پرونده سازی های کاگبه علیه او نبود، در حالی که می دانیم اصولا قدساده به عنوان یک عنصر هرج و مرج تنب و هوچی سیاسی فقط به دلیل رفتار و گفتار و کردار خود لو رفت و به پرتگاه سقوط کشیده شد. بعد هم آنچه آخرین برگ پرونده زندگیش را بست، اقدام او برای تدارک یک کودتای آمریکا پسند با همکاری گروهی از مرتجعین و چجندیشان بود. مترجم موفق باشید. ممنونم از پتیک. دوستان این کتاب کاگبه در ایران هست و ماجرای قدساده. بعضیا هنوز یه فلسفه دسیسه هست، میگن که نه قبری نه جنازه ای نه چیزی و نمیدونم، ولی من
یادمه اون موقعی که گرفتنش و به اصطلاح زندان بود و بعد آوردنش توضیح میداد و اینا، قشنگ میگفت که ما میخواستیم بریم خونه امام رو به اصطلاح بزنیم و بعدم مثل که با آمریکایی‌ها صحبت کرده بود که به اصطلاح برنج بیارن ایرانو از این ماجراها. اینم هر چی بود گذشت. بریم سراغ آقای شادانلو در کجا؟ در پاریس زیبا، و ببینیم که امروز ایشون درباره چه موضوعاتی میخوان با ما صحبت کنن. اجازه بدید که من ببینم صدا و تصویر درست باشه. نوشت که user not online. آقای شادانلو اسکایپ میگه شما روی شما دو تا آیدی دارین، بذار من ببینم اینجا. با این یکی با تماس بگیرم، ببخشید. خیلی ها اون یکی رو پاک کردم ولی باز اون یکی میاد که پاکش کردیم. این مسئله ریموو و دیلیت و اینا هم دیوونمون کردن. هر کاری خودشون دلشون میخواد انجام میدن. در صورت دوستان عزیز، اون روزم بهتون گفتم چهارشنبه که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آقای شادانلو، لطف کنید صدای کامپیوتر یا تلویزیون هر چی که هست ببندید و ما ویدیوی شما رو هنوز نداریم. احتمالاً اونا رو خاموش کنیم ویدیوتون هم میاد. بله آقای شادانلو از پاریس. دوستان، آقا من به شما تبریک میگم، شما تقریبا میتونم بگم تمام رکورد ویدیوهای ما رو شکستی، جز یه رکورد باقی مونده، اونم آقای احمد علی مسعود انصاری که درباره خانواده شاه و گذشته خودش صحبت میکنه. در اصل دوستان عزیز، با تایپ کردن یا نوشتن اسم آقای شادانلو در گوگل یا یوتیوب ویدیوهای ایشون موجود هست و هم به فارسی میتونید اسم ایشون رو بنویسید هم به انگلیسی، چون ما به عنوان کیورد هم انگلیسی اسم ایشون رو گذاشتیم، هم با اسم جهان شادانلو هم با جهانگیر شادانلو. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. من 17 فوریه رو یک خلاصه نشون دادم درباره اون کنفرانس، هم اگه خواستید میتونیم صحبت کنیم. بفرمایید آقای شادانلو، با شما هستیم. ممنون از شما. سلام به تلویزیون مردم تیوی، در خدمتتون هستم. بله، بفرمایید که امروز در چه مواردی میخواین صحبت کنید و من اون نامه اینم که شما دیروز فرستاده بودید دارم، اگه خواستید نشون میدم یا اگه خواستید خودتون بخونید و بگید که به اصطلاح مسئله اون نامه چیه. و شما از یه تروری هم صحبت کردید، ماجرای اون ترور هم اگه خواستید بیان کنید. در صورت منم مثل بینندگان مشتاقم که نظر شما رو بشنوم و ببینیم که چه میگذره در اروپا و کشورهایی که نزدیکتر هستند به ایران. بفرمایید. بله، ممنون از شما. ما امروز چون 22 بهمن و دو روز دیگه به 22 بهمن سالگرد انقلاب مونده، بیشتر دوست داشتم راجع به انقلاب و چگونگی انقلاب و چرا اون انقلاب به اینجا رسید صحبت کنم، ولی به خاطر همین مسائلی که پیش آمده یک کوتاهی راجع به این مسئله و این شخص صحبت کنم. من واقعا دوست ندارم که هر بار راجع به کسی مطلبی می نویسه یا حالا توهینی می کنه یا جایی صحبت می کنه، من بیام عکس العمل بشم یا در موردش صحبت کنم. ولی این فرد به خصوص الان چون فکر می کنم که در اون قبرس تک تنها افتاده و دیگه کسی کاری باش نداره، هر چند وقت یه بار یک اکسور عملی نشون میده، یک کاری انجام میده که خودشو مطرح بکنه. البته نامه برای من ننوشن، نامه به اسم آقای بنی سر نوشن که خودشون اگر صلاح بدونن پاسخ میدن یا نمیدن، من اصلا اطلاعی ندارم. ولی در مورد دو تا مطلب نوشتن که خب راجب اون من توضیح میدم، همون که گفتیم کنفرانس ترکیه، چون من فکر میکنم مردم حق دارن حقیقت رو بدونن اونطوری که اتفاق افتاده و
متاسفانه تو این اپوزیسیون ها یا این دوره‌ای که 40 سال یک حکومت پر از دروغ و نیرنگ بر سر کار هست، این مثل این که به دوستان و هموطنان سرایت کرده و اونها هم همگام با رژیم دروغ میگن و مطالبی غیر واقع. مثل سازمان مجاهدین اینها 10 سال هر تهمتی تونستن به من زدن و چون نتیجه نگرفتن یک کتابی چاپ کردم جعلی به نام آقای ایفونه، که حالا راجع به این بعدن دیگه جلسه مفصل من اینو کاملا باید برای بینندگان و مردم توضیح بدم که متوجه بشن که اصلا آقای ایفونه کی بوده و چرا کتاب نوشته شده. البته قبلا گفتم ولی فکر میکنم اینو چند بار تکرار کنیم به واسطه اینکه 10 سال مجاهدین رو این کار کردن و متاسفانه تلویزیون آمریکا هم یک بار اینو نشون داد. آقای فرهودی راجع به این بعدن صحبت میکنم، ولی وقتی که من چیزی پیدا نکردم واقعا، چون من خب این 40 سالی که دارم مبارزه میکنم همه چیش مشخص، من نه چیز پنهانی دارم و نه کاری کردم که کسی چیزی بتونه از من به قول دوستان آتویی بگیره و نشون دادم که آدم صادق و سالمی هستم و فقط و فقط فکرم نجات ایرانه. اگر بتونم یک سربازی هستم برای نجات وطنم، اگر بتونم در هر زمینه‌ای خدمت کنم. و خب مجاهدین بعد از این کتاب چاپ کردن نتیجه نرسن یک نامه از پنتاگون جعل کردن که پنتاگون نوشته که و گفته اعلام کرده که من مأمور وزارت اطلاعات هستم، که حالا پنتاگون کجا من کجا که بخوان نامه اونها بدن، که البته اونها هم تحقیق کردیم و یک از همین افسران پنتاگون که حقوق بگیر مجاهدین بودن یه مطلبی رو یک جایی نوشته بودن و که جمع کردن و خب اینها هم میدن به نتیجه نرسن ول کردن. حالا این آقا آمده بعد از این که بعد از اون رسوایی که به بار آورد و گرفتن به جرم جاسوسی اخراجش کردن به لبنان و از اونجا به این آقا منظورتون پیمان عارف هست؟ بله 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 ایشونو دوستان وقت... ویدیوش موجود هست، برید نگاه کنید که وقتی که پلیس ترکیه میاد و در منظر ایشون به اصطلاح در میزنه، حالا یا خانمش فیلم برداری میکنه یا هر چیزی، میگه که تماس بگیریم با سفارت. من نمیدونم کسی که میگه من پناهنده هستم، کسی که میگه من فراری هستم از ایران، چجوری وقتی یه مشکلی براش پیش میاد با سفارت ایران میخواد تماس بگیره. بفهم. بله متاسفانه بله، هم خانومشون میگم هم خودشون میگم و اونجایی هم که ایشون با تلفن صحبت میکرده با شخصی از سفارت صحبت میکرده که بهشون دلداری میداده که مسئله نیست و خب خیلی شلوغ کردن اون شب که مثلا مردم فکر کنند که پلیس ترکیه بی‌دلیل ریخته و ایشون میخواد به خاطر توهین به اردوان دستگیر بشه. واقعیت نداشت مسئله و بعدش هم مشخص شد در جایی که گرفتن و زندان بردنش مأمور جمهوری اسلامی رفته اونجا و به ایشون گفته شما لبنان انتخاب کن چون ما اونجا دستمون بازه و میتونیم کمکت بکنیم، که خب رفت اونجا و از جا بردنش قبرس و الان هم در اونجا ایشون سکونت داره. اتفاقا اجازه بدین اینم به دوستان بگم، دوستان کمی فکر کنید اگر برای من اشکالی اینجا بیاد، من اگر نخوام برم به ایران برم لبنان مثل چی میمونه؟ مثل اینکه رفتم ایران شماره 2. در هر صورت هزاران که چه از کنم کشورهای دیگه ای بودن که میتونسته ایشون بره، ولی گویا اونجا رو انتخاب کردن و حالا همجوری که آقای شادانلو میگه ایشون در قبرس هستن. بله بفرم. بله یه عکس هم البته بود، نمیدونم ایشون نشستن اونجا دارن صحبت میکنن، نمیدونم الان از پیشتون یا خیر، حالا فکر میسنم میخوام بفرستم براتون. ایشون در ترکیه با این هیئت ایرانی، شما میدونید تمام کارهای اقتصادی رژیم دست سپاه پاسدارانه و اون هیئت برای کار بازرگانی در ترکیه بودن و با هیئت ترک نشسته بودن و مذاکره میکردن. حالا به من یه عده گفتن عکس در سفارت بوده یا قسمت بازرگانی سفارت، اونو دقیقا نمیدونم، ولی خب ایشون سر اون میز نشسته و داره مذاکره میکنه. یکی که پناهنده است و از ایران فرار میکنه در هیئت ایرانی در ترکیه چیکار میکنه؟ اونو باید خودشون پاسخ بدن. متاسفانه مثل
سوالهای قبلی که من 12 سوال ازشون کردم، من تهمتی به ایشون نزدم، سوال ازشون کردم 12 تا، ولی یک سال الان فکر کنم میگذره و نه تنها پاسخ ندادن، فقط توهین کردن و این طرف به من تهمت دادن. در مورد کنفرانس من یه مطلب دیگه هم هست که حالا که ایشون اینو گفتن من باید اونم مطرح بکنم که باز بیشتر شاید مردم ایشونو بشناسن و بدونن یا شاید متوجه بشن که چرا من میگم ایشون با رژیم کار میکنه و با اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه ساز. من وقتی ترکیه رفتم ایشون بسیار از هم از قبلش تماس گرفتن که نرین شما اونجا و نخواستن این کنفرانس رو به هم بزنن، هر کاری هم لازم بود کردن و خب اعلام کردن که این کنفرانس رو میت گذاشته سازمان اطلاعات ترکیه و خب اولین این نشست و ایشون بوده اونجا با همین گروهی که این برنامه رو گذاشتن. چطور اون زمان مربوط به سازمان اطلاعات ترکیه و میت نبوده و ایشون که آمده بیرون مربوط اون شده؟ پس اگر اینطوری بوده اون اولیش هم بوده که ایشون در اون کنفرانس اول بوده. حالا بعد چه اختلافی پیش آمد و چرا ایشون آمد؟ خب چون یه چیزایی میگه که اصلا واقعیت نداره، ولی متأسفانه من نمیدونم دلیلش بیرون آمدنش از گروهی که اون برنامه رو کنفرانس اول رو برگزار کردن چی بوده. و خب اعلام کرد میخواستم اون برنامه رو به هم بزنن که یعنی مثلا بگن چون من در اون برنامه نیستم دیگه کسی نمیاد و برنامه شما به هم میخوره. خب برنامه برگزار شد، با من تماس گرفتن و با خیلی از کسانی که در قرار بود در اون کنفرانس شرکت کنن که نرید شما، این مربوط به اطلاعات ترکیه است و پولش اونها میدن و اونا دارن برگزار میکنن. من البته با هزینه خودم رفتم و ایشون البته جاهای زیادی گفته که ایشون پول ایشون دادن و ایشون پولم دادن. من همینجا اعلام میکنم که با پول و هزینه خودم رفتم و از کسی نه پولی گرفتم نه میگیرم نه در این سالها گرفتم. و مسئله دوم، من به اسم خودم یک فعال سیاسی جهانگیر شادانلو شرکت کردم. آقای نه شادانلو، از شما عرض میخوام چون یکی از دوستان شکایت کرده کمی هم از شما دلخوره که عدش نکردین، ما دو تا صفحه از شما داریم. شما میخواین صفحه فیسبوک جهان شادانلو رو من نشون بدم یا جهانگیر شادانلو؟ نه، جهانگیر شادانلو من متأسفانه اون از دسترس من خارج شده، همون جهان شادانلو هم. بله بله، خیلی ممنون. ضمناً این دوستمون آقای سید یوسفی یکم ناراحت بود، گفت که چون ایشون پاسخ نداده من میرم. بعد نوشتن که نه وای میسم برنامه رو نگاه میکنم. دوستان اینقدر نازنازی نباشید و کمی تحمل داشته باشید. توی اون نامه‌ای که نوشته بودن ایشون برای آقای بنی صدر، احتمالاً آقای بنی صدر اینقدر نامه به دستش میرسه که پاسخ نمیده، اسم شما رو دقیقاً نگفته بودن ولی گفته بودن یه فردی هست. وقتی میخونیم متوجه میشیم که درباره شما صحبت میکنن، درسته؟ بله. اول من از این آقای دوست عزیز هموطن یوسفی که گله کردن عذرخواهی میکنم، من ندیدم، گرفتار بودم این روزها و به محض اینکه برنامه تموم بشه حتما ایشون هم جزو دوستان عرض خواهم کرد، این پوزش منو بپذیرید. بله، ایشون منظورشون من بودم ولی اسم نگفتن به هر دلیلی که خودشون میدونن. من خیلی وارد اون نمیشم و خودشون خب میدونن دروغای بسیار دروغای زیادی اونجا تو اون نامه نوشتم که همین یکیش همین بوده. من عرض کردم به اسم خودم میرم، من صحبتام، کارهایم، رفتارم، کردارم به خودم مربوط هست و نه با اسم کسی جایی میرم و نه ایشون جایی نماینده و سخنگویی دارن و هر کاری کردم یا الان انجام میدم یا در آینده به اسم شخص خودم جهانگیر شادانلوی فعال سیاسی. این مربوط به این. در مورد کنفرانس که ایشون میخواستن به هم بزنن هر تلاشی کردن نشد. من به ایشون گفتم شما بیاین اونجا، من این مسئول این برنامه که آقای شمس هست اونم صدا میکنم، بشینید با هم اینجا حل کنید مسئلتونو، شما یه چیزی بگید، ایشون بگه، یا این طرف نه، اصلا کار قشنگی نیست. بهترین کار اینه که هر دو نفری که مشکل دارن بشینن با هم صحبت کنن و حل کنن، یه نفر دو نفر اونجا بشینن و نتیجه گیری کنن و تموم بشه. چون این رفتار و این کارها جز ضرر زدن به اپوزیسیون و کسانی که واقعا فعالیت دارن میکنن هیچ چیز دیگه نیست و خواست جمهوری اسلامی است فقط و اطلاعات و چیزهای سلیطه‌های اطلاعاتی رژیم که همینطور که می‌بینید 40 ساله ما داریم به جون هم میفتیم و از هم دیگه میگیم. خب ایشون تا آخر لحظه قبول کردن ولی بعد نیامدن در ترکیه بشینیم در استانبول صحبت بکنیم. وقتی نیامدن خب من گفتم
100% یک مسئله ای است که نمیان، چون همین الان من مجاهدینی که 10 ساله به من توبت میزنن همین الان به من بگن اون یک کشور دیگه هم بلند شد بیا بشینیم مصاحبه کنیم، باز سر بلند میشم میرم که تکلیف مشخص بشه. ولی خب ایشون نیومدن، بعد یه نفر رو فرستادن اونجا یه سری عکس گرفت، یک سری کارهای غیر اخلاقی کردن و مرتب با تلفن در تماس بودن برای اینکه یک جور این برنامه رو به هم بزنن. آخر برنامه دو دختر خانم جوان ایرانی آمدن پیش من، حالا خیلی آمدن سوال میکردن راجع به پناهندگی رو اینکه چیکار بکنیم و منم اگر میشد راهنمایی میکردم، اگرم لازم بود کاغذی مدرکی ازشون میگرفتم که بیارم بدم خدمت آقای بنی‌صدر و نامه برای پناهندگی بدن برای اونها. و این دو خانم حدوداً فکر من 24-5 ساله بودن، اول 3 نفر بودن ولی دو تاشون خیلی اصرار داشتن که عکس بگیرن با من و صحبت بکنن. اونجا نشستیم صحبت کردیم، بقیه هم بودن ولی بعد گفتن که ما تلفن شما رو هم میتونیم داشته باشیم. گفتم بله اشکالی نداره، من تلفنم هست روی فیسبوک یا واتساپ همه هستم، کجا چیز مخفی ندارم. بعد گفتن که بعد از برنامه میتونیم بگیم، گفتم جایی من نمیام. بله میتونیم توی لابی هتل، اون ورودی هتل اونجا جای نشست هست، یک کافه رستوران هست، میتونیم اونجا صحبت کنیم. یکیشون اون روز آمد، یکیشون هم روز بعد. خب صحبت کردیم بیشتر راجع به همه مسائل پناهندگی و اتفاقاتی که تو ایران میفته و چیکار میتونی کرد اینها. این گذشت و من آمدم پاریس و این دوتا خانم دوستان ادامه دادن ارتباطشون رو با من از طریق تلگرام و واتساپ و یک چند روزی که گذاشتم خیلی اینا دارن خودمونی میشن و خیلی برام تعجب بود که جای دختر من هست با من اینطور صحبت میکنه. من هرچی اینا میگفتن با کلمه دخترم بله مرسی باشه. و بعد پرسیدن که آیا شما به ترکیه هم میایین؟ باز گفتم بله من میام، زیاد ترکیه میام. اصرار که شما آمدید بیاد خونه من، تشکر کردم و گفتم میشه. اصرار این دوست زیاد هست، عکسشون رو دادم به دو نفر در ترکیه که ببینید اینا رو میتونستین و فوری به من پاسخ دادن اینها دوستان آقای پیمان عارف و دوست خانوادگی اینها ایشون هست. ایشون آقای عارف از اون موقع تصمیم داشتن یه بلایی سر من بیارن، عین همینی که این بار یک خانومی از ایران فرستادن برای ترور من. حالا یا ایشون همون برنامه ترور بوده یا اینکه من یه جایی مثلا به قول خودشون یا این خانم مثلا به من اصرار کنه منم برم منزل ایشون فیلمی بگم و از این کارا. و این کارا میدونم که فقط کار اطلاعات و سرویس‌های امنیتیه و این آقای عارف این کار را انجام داد چند سال پیش و بعد از اون حالا بسیار تهمت‌های زیادی و خوشبختانه حالا اون دو نفر من اسمشون یا عکسشون هم دارم ولی اعلام نمی‌کنم، ولی اگر لازم بود و کسانی بودن که مایل بودن من اینو میتونم نشون بدم و ببینن که این واقعیت داشته و ایشون این کار رو اون زمان می‌خواستن بکنن که بعد از اون شروع کردن دیگه به این کارها تا امروز که این نامه رو دادن و نامم میشه گفت 80% دروغ هست توش و متاسفانه گفتن این برای این هست که این جب حالا یا اطراف دوستانی که دارن در راه استقلال آزادی کار میکنن ایشون به هم بزنه و همون خواست رژیم و من ادامه نمیدم و دیگه راجع به ایشون صحبت نمیکنم. ولی اینو حق خودم میدونم که کسانی که دارن خیانت میکنن به اسم حالا چه اصلاح طلب چه به اسم اپوزیسیون چه مخالف رژیم و با رژیم دارن کار میکنن، من هر زمانی که مدارکی اطلاعاتی از اینها بگیرم افشا میکنم و خواهم گفت. با اینکه یک سری از دوستان من به من میگن آقا وارد این مسائل نشو، من پرت و ربط خودم رو دارم و خودم فکر میکنم چی تصمیم بگیرم و ما نمیذاریم دوباره انقلاب 57 تکرار بشه و کسانی بیان با نام حالا اپوزیسیون یا مفسر بی بی سی یا عناوین دیگر مردم و جوانهای ما رو گول بزنن و بخوان وضعیت انقلاب 57 رو پیش بیارن که فرشته‌ای قرار بود بیاد و اون دیو شد و الانم میبینیم وضع مملکت به کجا رسیده. این مربوط به این دوست و
خب دیدیم اون یکی هم آقای مصداقی هم که فقط چندین جلسه توهین کرده به من، صحبت کرده به همه، و دیگه لازم نمیبینم که راجع به این چیزها صحبت کنم. و همونطوری گفتم اگر مسئله واقعا خاصی بود راجع به اینها صحبت. شما در درباره 22 بهمن که پس فردا هست اون روز صحبت هایی کردین، خیلی ها مخالف اون پیشنهاد شما هستن، ولی برای اینکه همون استقلالتون رو نشون بدید شما گفتید این یه نظر منه و دعوت منه، هر کسی میتونه نظر خودش رو بگه و دعوت خودش. درباره اونایی که مخالف نظر شما هستن شما چی دارید که بگید یا میخواین پاسخی بدید؟ بله عرض کردم، من گفتم بازم که در جایگاهی نیستم که به مردم بگم چیکار بکنید چیکار نکنید. ما اگر واقعا میخواییم کمک به مردم بکنیم باید حامل پیام های اونها در اینجا باشیم و به دنیا، به گوش مطبوعات و مردم دنیا برسونیم که مردم ما چی میخوان، خواهان چی هست، و اونها و عکس العمل اونها و کارهایی که در ایران انجام میدن ما باید اونها رو منعکس کنیم و به گوش دنیا برسونیم. دیدیم که در ماه گذشته ما این از انقلاب به این ور مرتب بود و اینها مردم استقلال و آزادی میخوان و جمهوری، حالا شعارهای دیگه هم بوده، شعارهای رضا شاه یا شاه بنگرد اونم بوده، ولی خب به مرور مشخص میشه واقعا که خط مردم چی است و چی میخوان. یه مدتی باید بگذره، سانسورها برداشته بشه، واقعیت ها مشخص بشه و اون وقت میبینیم که مردم واقعا چی میخوان. من به نظر من بله 22 بهمن روزی است که مردم میتونن بیرون بیان. حالا دو راه داره، یا همون روز بیان بیرون و صبح بیان ولی در مسیرهای دیگه، یا عصری طرف غروب نیروهای رژیم خسته شدن و میتونن تظاهرات بکنن و شعارهاشون رو بدن. هیچ امکان هم نداره وقتی مردم شعار میدن، شعارها مشخصه، نمیتونه اینا رو به حساب رژیم بذارن. رژیم اگه بخواد از این حقه بازی ها بکنه خیلی بیشتر از اینا بلد هست و میتونه بکنه، و همینطور که الان شما دیدین چند روز پیش آقای خامنه ای آمده صحبت کرده، انگار نه انگار که اتفاقی در ایران افتاده، اشاره ای نکرده. این همون مردم رو جریتر میکنه نسبت به رژیم. همین کاری که درست شاه کرد و انقلاب رو شنید، صدای انقلاب رو شنید، آمد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، فردا حکومت نظامی اعلام کرد و تیمسار ازهاری رو گذاشت به عنوان نخست وزیر و بدتر شد، جوری شد که دیگه آخر سر با شتاب آقای بختیار رو به دستور وزیر انگلیسی که رفته بود اونجا صحبت کرده بود با شاه به نخست وزیر رسوند و خودش هم از ایران گذاشت رفت. میگن بختیار رو به خاطر اینکه فامیل فرح بوده گذاشتن. درباره این شما چیزی شنیدید یا نظری دارید؟ نه خیر اینطور نیست. اونطوری که ما اطلاع داریم و نوشتم شده در روزنامه انقلاب اسلامی آقای وحصد، یکی از وزرای انگلیس به ایران رفته بوده اون زمان و با شاه صحبت کرده و خودش هم گفته که ما رفتیم و بختیار رو به نخست رسوندیم و برگشتیم. این هست. حالا من میتونم رو پیدا کنم برای بفرستم اسم. بسیار ممنونم دوستان. وقتی که من درباره یعنی درباره 17 فوریه و این جلسه در کلن آلمان صحبت کردم و عکس رو نشون دادم، بعد نوشته بودن روی فیسبوک که به نظر شما این سمینارها و کنفرانس‌ها نتیجه داره؟ من گفتم معمولاً بعد از برگزاری باید نگاه کنیم ببینیم نتیجه داشته یا نه. من تا امروز ندیدم به اصطلاح سمیناری، کمیسیونی. خب آقای نوری‌علا هم این ور اون ور برنامه میذاره، سالیانه دوستانشون رو جمع میکنه، میان شعر میخونن، کمیته تشکیل میدن، میرن دوباره تا سال دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته. نظر شما در رابطه با این گونه کنفرانس ها، مخصوصا دوستانی که بیشتر میگن ما که نمیخوایم کاره ای باشیم، ما دنبال شغل و مقامی نیستیم، نظرتون در این مورد چیه؟ ضمناً شما هم میرید شرکت میکنید اونجا؟ بله من میرم اونجا هستم. بله. و والا ما تو اونجا که دیدیم این مدت همه بیشتر اینهایی که تو خصوصا هستن و میگن ما کاره نیستیم و ما شغلی نمیخواییم، نتونستن دور هم جمع بشن و تمامشون فکر ریاست دارن. اگر اینطور نبود
و میگفتن بله ما شرکت میکنیم، هیچ چیزی هم نمیخوایم، میخوایم خدمت به ایران بکنیم. من خیلی کمتر دیدم. حالا آقای نوری علا اسم بردید، خب چند ساله داره این کار میکنم، آقای زرفنش داره این کار میکنم. من زمانی که آمدم به پاریس سال 1983 حدود فکر میکنم 50 تا سازمان سلطنت طلب در پاریس بود و آقای بختیارم بود، دارو دسته خودش داشت، آقای سازمان مجاهدین هم بودن و همه گروه ها تو پاریس بودن، چون شهر سیاسی هست و همه اینجا آمده بودن و اینها تمام با پول CIA میچرخید. البته آقای بختیار با پول صدام حسین و بقیه گروه های سلطنت طلب با پول CIA، یکیش هم آقای دکتر امینی نخست وزیر شاه که دفتر رضا پهلوی رو داشت با پول CIA میچرخید و بعد آقای گنجی آمد، ایشون هم یه مدت پول از CIA گرفتن و ترخیص شد. که خودش میگه که ماهیانه میگرفتن و این دکتر امینی همونه که ترور شده، کشته شده توی فرانسه. نخیر دکتر امینی نخست وزیر شاه بود، علی امینی نخیر ایشون فوت کردن در اون صداشو شنیدم یه بار با شاه تلفنی صحبت میکنه. اونم نه صدای شاه هست نه صدای امینی، چون من صدای هر دوشون از نزدیک شنیدم، اونم درست کردن و واقعیت نداره. عجب، به قول شما مثل که این دروغ گفتن و تقلب کردن اینا خیلی رایج شده. امروز یه دوستی صحبت میکردم تو کارهای ادیتینگ هست و اینها، میگفت واقعا هستن که مثلا یه نفر میگه من از اوباما سیاستش خوشم میمد، اینو قطع میکنن اسم ترامپ رو میذارن بعد پخش میکنن و نمیدونم چجوری میشه به اصل این ماجراها پی برد. در هر صورت ممنون و متشکرم. یه دوستی سوال میکنه که وظیفه نیروها در بحرانها اعتراضات بر اساس مصوبات و طرح‌های شورای امنیت چیست یا چگونه است؟ بیان می‌کنند عصر نیروها خسته می‌شوند. یعنی چه؟ خب این که خیلی ساده است، میگن اگه از صبح میان نیروها تا برن مسجد محل و یکی یکی را بیفتن، دیگه بعد از ظهر هم روز سردی هم هست خسته میشن میرن. این منم میتونم پاسخ بدم، ولی قسمت اولیش شما میخواین پاسخ بدین، وظیفه نیروها در بحرانها و اعتراضات بر اساس مصوبات و طرح‌های شورای امنیت چگونه است؟ من نمیدونم شورای امنیت طرح و اساسنامه‌ای داره برای تظاهرات مردم؟ من خیلی متوجه سوالشون نشدم. شورا اگر باشه که به مردم ابلاغ نمی‌کنه، بیرون نمیده نظراتشو، که اونو فقط به نیروهاش میده که چیکار بکنن، و برای مردم هم که اونا میگن اونجا که ممکنه تظاهرات نکنن، تو خونه هاشون باشن و بیرون نیان. من متوجه سوالشون نشدم، اگر بعد پرسیدن دقیق‌تر بتونم حتما. یعنی شما میگین اصلا معنی شورای امنیت یعنی شورای امنیت آخونداست؟ دوست عزیز لطف کن درست یه کمی صحیح‌تر بنویس که ما از خوندن نوشته شما متوجه بشیم منظورتون چیه. در اصل ممنونم از شما آقای شادانلو. من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. و اون ماجرای نامه هم اگه یه روزی آقای بنی صد پاسخ دادن به اون نامه پیمان عارف، اگه لطف کنید پاسخش یا برای من بفرستید یا خودتون بخونید ببینیم نظر ایشون چی هست، اونم خوشحال میشم و ممنون. بفرمایید. بله ممنونم. نامه رو من اطلاع ندارم ایشون پاسخ میدن یا نمیدن، منتظر میمونیم. من نمیتونم از جانب ایشون صحبت بکنم. مسئله من در این مدت، چون نزدیک انقلاب هم هست و خیلی از دوستان جوانان و مخصوصا گروه های سلطنت طلب شدیداً به ما حمله میکنن برای انقلابی که پیش آمد و اتفاقاتی که افتاد و به اینجا رسید، من لازم میدونم یک توضیحی بدم که واقعا اگر گوش بکنن این صحبتهایی که من میگم خیلی صادقانه، بعد اگر تونستن پاسخ بدن نه با فحاشی. متاسفانه خیلی از این دوستان به محض اینکه صحبت از انقلاب میشه یا اتفاقات یا چاه با توهین برخورد میکنن. پاسخ توهین رو من نمیدم، ولی اگر سوالی بکنن و مؤدبانه 100% همه رو پاسخ خواهم بود. چرا من فکر میکنم که رهبری واقعی انقلاب شاه بوده.
چرا این رو من میگم؟ به دلیل اینکه وقتی که در سال 1320 رضا شاه رو تبعیدش کردن، همون هایی که به قدرت رسوندنش، و انگلیس در کودتایی که انجام دادن و ایشون به قدرت رسید، با ورود متفقین ایشون رو تصمیم گرفتن از ایران خارجش کنن و پسر ایشون رو به جای شاه بنشونن. خب الان یک کمی مسئله است که رضا شاه اگر اون آدمی بود که اینها میگن و اینقدر آدم وطن پرست خوبی بود و اون کارها هم کرده بود، که البته یه مقدارش قابل قبول هست ولی نه اینطور که اینها میگن، چرا از مملکتش رفت؟ شما فکر میکنید اگر تو یک منزلی یک باغی داشته باشید، یک سری حمله کنن، شما امکان داره از در باغ بیه بگی خب من میرم، یا همونایی که حمله کردن شما رو بردارن ببرن، زن و بچه و تمام فامیل و همه رو بذارن و به اینا میگن برویم بگه چش سرشو بندازه پایین بده؟ خب این که نیست، هیچ کسی من فکر نمی‌کنم یک آدم عاقلی همچین کاری بکنه، ولی چون ایشون دست نشانده انگلیس بود این کارو کرد و پسرش رو به قدرت رسوند. خب پسر تا سال 1330 تقریبا یه 10 سالی هم حکومت کرد هم سلطنت کرد و مشغول بود. وقتی که آروم آروم وضعیت داخلی ایران داشت مشخص می شد و گروه های ملی حالا یا به فکر زمان مشروطیت افتادن یا به فکر این که یک کاری باید کرد از این وضعیت نجات پیدا کنن، اینا آروم آروم دور هم جمع شدن و حالا جبهه ملی و کسانی که هواداری از دکتر مصدق می کردن و ایشون رو به عنوان نماینده مجلس انتخاب کردن و مسئله نفت، ملی کردن صنعت نفت، که خب انگلیسی که خودش رضا شاه گذاشته بود و بعد این شاهو پادشاهی رسونده بود و صنعت نفت ما دست اونها بود، مسلماً که نمی‌خواستن این کار انجام بشه. خب مخالفت‌های بسیاری شد تا کار به جایی رسید که به اون کودتا انجام بده. یک سری این دوستان اونو قبول ندارن و میگن همچین چیزی نبوده، کودتایی در کار نبوده، آقای مصدق خواسته های زیادی داشته و طبق قانون هم و قانون اساسی هم حق نداشته هم چیزایی را از شاه بخواد و شاه هم کار قانونی کرد. خب الان بعد از 40 سال، شاید بیشتر، 40 سال این رژیم هست، 50-60 سال اسناد امریکا آمده بیرون، هم انگلیس هم امریکا، و نشون میده که اینها کودتا کردن و دو تا وزیر امور خارجه امریکا آمدن از مردم ایران پوزش خواستن. من نمیدونم این دوستان عزیز سلطنت طلب یا هوادار رژیم گذشته یا این جوانها اینها رو نمیبینن، نمیخونن اینها رو و واقعیت ها رو بدونن که دوباره ما گرفتار همچین انقلابی نشیم. نمیدونم چطور میتونن اینها رو نادیده بگیرن و مرتب بگن که شاه رو امریکایی ها از ایران بردن، خمینی رو پول دادن بهش و کمکش کردن و این همه دروغ اینها درست بکنن به خاطر انقلاب. من فکر میکنم با دروغ ما به جایی نخواهیم رسید. ما اگر واقعیت ها رو قبول کنیم و روی اونها کار کنیم و سعی بکنیم دیگه اون مسائل پیش نیاد و تکرار نشه، میتونیم آینده درخشانی و آزادی داشته باشیم. و الا ما بخوایم هنوز راجع به اون مسائل صحبت کنیم و دروغ درست کنیم و تحویل جوانامون بدیم، این آینده خوبی رو من پیش بینی نمی کنم. دو گروه هستن که راجع به انقلاب دروغ میگن. یک عده‌شون افرادی هستن که منفعت‌هایی داشتن در رژیم گذشته و یک سری فرزندان اونها بزرگ شدن و به اونها مرتب میگن. یک سری هم جوانهایی هستن که الان اصلا ندیدن اون رژیم رو و الان با این رژیم مقایسه میکنن. حالا چه اونهایی که قبل بودن از افراد رژیم گذشته، چه اینها، من نمیدونم چرا با این رژیم مقایسه میکنید، چرا با کشورهای دیگه مقایسه نمیکنید. اون زمانی که شاه مردم رو به زور به دروازه تمدن بزرگ میخواست برسونه، اون تمدن آیا تمدن کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و افغانستان بود یا اروپا بود؟ اگر میخواست به سوئیس و فرانسه و انگلیس و اینا برسونه، پس باید با اونا مقایسه بکنیم. امروز هم یک دوستی با من صحبت میکرد که
شما چرا اون رژیم و اون موقع و شاه و با افراد با شخصیت ها و کشورهای منطقه مقایسه نمی کردی که ما یک سر و گردن بالاتر بودیم؟ گفتم دلیلی نداره، ما با این جمعیتی که بود، با این افراد تحصیل کرده ای که در ایران، با این هوش و ذکاوتی که ایرانی داشت، با اینا برای چی با اونها مقایسه بکنیم؟ ما باید با این طرف مقایسه کنیم که شاه تمام فکر و ذکرش این بود که میخواست ایرانو به اینجا برسونه. خب چیکار کردیشون وقتی که کودتا رو انجام داد؟ که کودتا همه اسنادش الان هست، مشخص هست که امریکا با کمک امریکا و انگلیس انجام شد و شاهی که فرار کرده بود رفته بود در ایتالیا، بعدش کردن و مصدق رو خانه نشین کردن و حالا یه دیرم کشتن، مثلا دکتر شهید، دکتر فاطمی، و بعد از این شاه باید حکومت میکرد و ساواک رو درست کرد و ساواک رو این همین رژیم انداخت به جون مردم و یواش یواش باید قدرت رو دست میگرفت، سندیکا رو بس، احزاب رو بس، هر کاری که لازم بود، یعنی تمام فضای سیاسی ایران رو بس، یعنی کار را خودش به جایی رسون که بیاد بگه من مردم صدای انقلاب شما رو شنیدم، من اشتباه کردم، این اشتباهات تکرار نمیشه، دزدی ها و فسادی که بوده، من نمیدونم این دوستان ما نگاه نمی کنن این ویدیو 3-4 دقیقه بیشتر نیست که شاه چجور التماس میکنه به مردم که منو ببخشید، من غلط کردم، من این کارا رو کردم، قول میدم دیگه نکنم، و انقلاب و جلوشو نمیشه گرفت. الان یکی از دوستان میگه شما میتونستین به عنوان اصلاح طلب اون زمان جلوی انقلاب رو بگیرین. انقلاب وقتی راه افتاد دست شخص و رهبر نیست، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. مگه شما میتونین 3-4 میلیون تو خیابون میان و اینها ناراضی هستن و از اون وضعیت و سیستم ناراضی بودن؟ انقلاب چیزی نیست که از خارج کسی بتونه بیاد. من نمیدونم چرا انقدر دروغ میگن اینها. انقلاب در داخل به وجود آمده، مگر کسی میتونه از بیرون انقلاب بکنه؟ کودتا میشه کرد، حمله نظامی میشه کرد، گروه تروریستی میشه فرستاد، ولی انقلابی که یک جامعه، یک ملتی رو بلند بکنه، مگر امکان داره از خارج بشه؟ اونم اون زمانی که نه روزنامه به اون صورت بود، نه رادیو تلویزیون بود، نه این ارتباط جمعی امروز وجود داشت. چطور در تمام ایران مردم اومدن بیرون و یک صدا گفتن شاه نمیخوایم؟ حالا اگر شاه میفهمیم، ما نمیگیم 100% کار خوبی بوده، ولی مجبور کرد شاه مردم. شاه ببینید وقتی حزب رو میبنده و حزب رستاخیز درست میکنه و میاد توی تلویزیون به مردم میگه که مردم من این حزب رو درست کردم، بیاین توی این حزب، همه باید بیان در حزب، هر کیم نمیخواد بیاد پاسپورتشو بگیره از ایران بره بیرون. شما این حرفو یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک نفری که سرکاره اینجا تو این کشور رو به یکی بزنه، فردا به عصرش نمیرسه اون طرف رو پدرش در میارن. آخه مگه میشه شاه مملکت به مردمش بگه یا بیان اینجا یا پاسپورت بگیرین از ایران برید بیرون؟ خب تمام این کارها رو کرد فشار، و یا میگن که شاه با این مجاهدین و شریکای فدایی چیکار باید میکرد؟ میگم اینا رو کی به وجود آورده غیر از اینی که شاه و سیستم شاه اینا رو به وجود آورد؟ اگر احزاب در ایران آزاد بودن، اگر میتونستن فعالیت کنن، اگر میتونستن حرفشون رو بزنن، چرا اسلحه بگیرن و برن زیر زمینی بشن؟ شما همه چی رو بستید و همه چی رو خراب کردید جز مساجد و روحانیت، و سازمان اوقاف درست کردید و چسبیدید به روحانیت، چون خودتونم، خود شاه هم مذهبی بود و اعتقاد خرافاتی داشت، کاری کرد که خودش انقلاب وجود آورد. یعنی شما دیدین وقتی که سال 57 شد این روحانیت چیکار کردن و بعد از و انقلابو ما تا زمانی قبل، یعنی من شخصا و فکر میکنم اونایی که انقلاب کردن واقعا و انقلابو قبول دارن، ما تا پیروزی انقلاب انقلابو قبول داریم. تا زمانی که آقای خمینی 25 بهمن ماه اون 4 امیر ارتش رو نکشته بود، تا اون موقع انقلاب بود، ولی از اون بعد شد ضد انقلاب. آقای خمینی حق نداشت کسی رو بکشه، کاری نبود، طبق صحبتایی که در پاریس کرد. متاسفانه ایشون به قول خودش خودعه کرد، نیرنگ زد، حق بازی کرد، خیانت کرد به مردم و به یک جامعه بزرگ و به دنیا، جلوی دنیا دروغ گفت ایشون و گفت من بیام ایران. از خبرنگار فرانسوی داشت پرسید که شاه آقای خمینی ایران جمهوری اسلامی که میگین چجور جمهوری است؟ گفت عین فرانسه، فقط یه اسلامی پشتش هست. همین ما هم که میریم تو حوزه ها میچینیم،
احزاب همه آزادن، کمونیستام آزادن، خانم ها ماکای با حجاب خانم ها. بس خیلی صحبت های قشنگی که به خاطر اون مردم انقلاب کردن و ایشون رو رهبر انقلاب انتخاب کردن. من نمیدونم این آقایون، این دوستان، این هموطن عزیز فکر نمی کنن مگر ممکن هست یک نفر که اون شرایط رو در رژیم شاه داشت که اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، اونجا انقلاب بکنه، شاه رو بیرون کنه که به این وضعیت بیفته؟ آقا هیچ عقل عاقلی و فکر سالمی همچنین فکر میتونه بکنه که ما الان به ما ایراد میگیرن آقا این جمهوری رو شما میخواستین، جمهوری اسلامی. خب اگر آقای خمینی گفته بود و این روحانیت که ما میخواییم بیاییم ایران پدر همتون رو در بیاریم، همه چی هم در اختیار ما باشه، شورای نگهبان درست کنیم، اجازه ندیم یکتون بیایید، کسی انقلاب میکرد؟ خب اینها واقعیت هایی که من نمیدونم چرا این دوستان اصرار دارن توهین کنن به کسانی که انقلاب کردن. من به عنوان یک نفر فرد ایرانی که در انقلاب شرکت داشته، زحمت کشیدم حدود یک سال، افتخار میکنم به اون انقلاب و ادامه دارم میدم انقلابو که انشاءالله بعد از سقوط این رژیم بتونیم خواسته های اون انقلابو و خواسته های انقلاب مشروطیت برقرار کنیم در آزادی و در دموکراسی. ولی سخنم به این دوستان این هست، به جای توهین کردن، به جای دروغ درست کردن صبح تا شب راجع به رژیم خودتون، رژیم گذشته و این چیزی که بوده رو بیاین چیزی که نبوده اعلام بکنید و ماها رو مقصر بدونیم، مقصر اصلی رو بدونید کی است تا ما دوباره گرفتار نشیم. درست من امروز باز به یکی میگفتم، شما فکر کنید الان این رژیم آیا هیچ راهی برای مردم بجز انقلاب گذاشته؟ میگم دیروز آقای خامنه‌ای صحبت کرده، اصلا صحبتی از انقلاب نمیکنه. یعنی تا جایی باید بره که بیا در خونه خرش رو بگیرن بعد اونجا بگیم بله من صدای انقلاب شما رو شنیدم. خب مگر میشه اینو نمیتونیم الان ما ببینیم و نمیتونیم باور کنیم که اون رژیم درسته نه مثل اینها جنایتکار بود، نه اینقدر خیانت کرده بود، همه اینا درست، ولی ایرادی داشت که یک جامعه، یک ملتی بلند شد و انقلاب کرد. الان هم همونه، هرچی الان به گوش اینها بخونی، به اصلاح طلبای متاسفانه خیانتکار بگی، آقا اصلاح پذیر نیست رژیم ولایت فقیه، اصلاح پذیر نیست و بل کنید و بذارید مردم آزاد باشن، بذارید انتخاب کنن. مگر اون زمان آقای خمینی نگفت پدران ما چه حقی داشتن برای ما دولت تعیین کنن و برای ما انتخاب کنن؟ خب همینو الان انجام بدید، نذارید که از هم بپاشه کشور دوباره مثل همون سال 57 بشه و همه چی شیرازه، همه چی ارتش و ادارات و همه از هم بپاشه. اجازه بدید مردم بیان حرفشون رو بزنن، اجازه بدید مردم انتخاب کنن. مطمئن باشین مردم ما مردم خوبی هستن، بخشش بسیار اهل بخشش و گذشت هستن. کسانی که جنایت و خیانت کردن دادگاه ها وضعیتشون رو مشخص میکنه، قرار نیست ما یا کسانی که دارن به ایران میخوان برن و انشاءالله بعد از پیروزی آخونده را به تیر چراغور آویزون کنن یا پاسدار بکشن، همچین حقی فکر نمی کنم کسی داشته باشه یا بخوان کسانی که واقعا به دنبال استقلال و آزادی هستن. باید اینها رو ما بدونیم و بازم بگیم من تا زمانی که میتونم دفاع میکنم از اون انقلاب، ولی عرض کردم انقلاب تا رو 25 بهمن 57، چون بعد از اون من خودم ضد همین انقلاب و این انقلاب نه ضد این روحانیتی شدم که با خودعه و نیرنگ و دروغ آمدن و همه چی رو گرفتن. البته این هم ناگفته نماند که مسئله گروگانگیری و مسئله جنگ باعث تثبیت اینها شد. اگر گروگانگیری انجام نمی‌شد که متاسفانه به وسیله امریکا در امریکا تعریضی شد و خانواده پهلوی هم دست داشتن در این، اسنادش الان بیرون آمده، و بعد جنگی که امریکا با چراغ سبزی که به صدام حسین داد و متاسفانه باز آقای بختیاری که یه عده ایشونو باز مثل اون شاه آدم پاک و سالم و وطن پرستی میدونن که رفت عراق با صدام حسین صحبت کرد که شما میتونی حمله کنی به ایران، نیروهای نظامی ایران الان کاری نمیتونن بکنن، یا در زندانن یا کشته شدن، یا اینکه انقدر وضعیت رژیم به هم ریخته شما یک هفته تا تهران میتونید، تشویقش کردن صدام حسین و 50 میلیون دلار هم از ایشون پول قرض گرفتن و آوردن فرانسه.
اگر این اتفاقات نبود و اگر کودتای 60 به پشتیبانی امریکا و ریگان و روحانیت آقای خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی و بهشتی انجام نمی‌شد و بنی‌صدر رو کنار نمی‌ذاشتم، همون جنگ همون 4 ماه اول تموم شده بود و این رژیم نمی‌تونست ادامه پیدا تا الان جنایت‌ها و خیانت‌هاش. من بله، من طرفدار انقلابم، ولی الان یک براندازم، ولی انقلاب تا 25 بهمن 57. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. اگر خواستید با آقای شادانلو تماس بگیرید، این فیسبوکشون رو یه بار دیگه اینجا نشون میدم، جهان شادانلو، و تا اونجایی که من خبر دارم ایشون خیلی هم به اصطلاح پاسخ میدن و همونجوری که گفتن اگه کسی توهین کنه هیچ پاسخی نمیدن، برای کسی سوالی داشته باشه یا نظری داشته باشه با کمال میل پاسخ میدن. این عکس نشست یا کنفرانس 17 را هم من نشون دادم. خود من یه سوال دارم، چون شنیدم گهگاه این ور اونور میگن جمهوری ایرانی، اینجام دیدم نوشته استقلال، آزادی، جمهوری ایران. این یعنی چی؟ مگه ما جمهوری چند رقم میدونم؟ بله جمهوری فدرال داریم، جمهوری دموکراتیک داریم، ولی چرا اینها به قول معروف جمهوری ایران رو به عنوان یکی از سه تا قسمت این به اصطلاح نشست یا چیز نوشتن؟ منظورشون چیه؟ شما میدونید؟ دقیقا نه، ولی من صحبت سر این است که یعنی دوستان جمهوری خواه که صحبت کردن، بعضی هم گفتن جمهوری فقط، بعضی هم گفتن جمهوری ایران. البته جمهوری ایران خب مسلما وقتی در اونجا باشه مال ایرانه، جای دیگه ای نیستش، ولی فکر نمی کنم چیز خاصی باشه. جمهوری باید باشه، البته خواست مردم هست. اگر فردا انشاءالله ایران آزاد شد و این رژیم سقوط کرد، باید رفراندومی بشه، باید تمام گزینه ها باشه، نه مثل آقای خمینی که یک آره یا نه به جمهوری اسلامی که مثل یک هندوانه دربسته بود و وقتی باز شد این فساد و وحشت و جنایت رو توش ما پیدا کردیم. متاسفانه باید همه گزینش ها باشه، مردم انتخاب کنن، هر کس رأی آورد، همه یک رأی دارن و هر کسی که رأی آورد باید به رأی مردم و اکثریت احترام بگذاره و در خدمت کشورش باشه. بسیار ممنون. آیا خبر دارین که این برنامه به صورت زنده پخش میشه یا اگه نمیشه ضبط میکنن؟ اگه بتونید برای ما بفرستید، یا اگه زنده پخش میشه، اگه دوستانی که دستن در کار هستن مایل باشن از تلویزیون مردم هم پخش بشه، تماس بگیرن و یه به اصطلاح ترتیبی داده بشه. میدونید که اونایی که برنامه گذار هستن برنامهشون چیه؟ میخوان که زنده پخش بشه یا نه؟ چون بعضی وقتا میگن اگر بگیم زنده پخش میشه، افراد میگن حالا ما تو سرما با اوبان و اشتراسبان بریم برای چی؟ خب میشینیم از تلویزیون نگاه میکنیم. متاسفانه این یک عیبش هست. ولی بعضی ها میگن این برنامه رو ضبط میکنیم برای اونایی که کشورهای دیگه هستن یا امکان نتونستن بیان، بعدن پخش میکنیم. این رو هم خبر بدید ممنون میشم، یا الان بفهم. بله نه، اولا به نظر من بهتر است کسانی که میتونن تشریف بیارن، به دلیل اینکه بعد از سخنرانی این چهار هموطن عزیز، چهار شخصیت ایرانی، پرسش و پاسخ هست. هر کسی میتونه هر سوالی داره سوال بکنه و همونجا پاسخ بگیره. و بله مستقیم از طریق فیسبوک اینها پخش میشه و حتما ضبط هم خواهد شد. من سعی میکنم که اگر شد برای شما از همونجا مستقیم ارسال کنم که مستقیم روی تلویزیون باشه، و بقیه دوستانم نظر من اگر باشن در اونجا و هر سوالی دارن. ما یک ایراد دیگه که من به این دوستان سلطنت طلب میگیرم این هست که اگر باز واقعا نمیخوام من از کسی مثلا بد بگم یا اینکه نظر خاصی داشته باشم، ولی اینکه تنها گروهی که اپوزیسیون خودشون میدونه مجاهدین، در تمام این 40 سالی که بیرون هستن یک بار نه مصاحبه کردن و نه با یک نفر ایرانی، اینها خانم مریم رجبی چون موقع آقای مسعود رجبی بودن ملاقات نکردن، مصاحبه نکردن، پاسخگو نبودن. تا صدام حسین بود که زیر چتر پدرشون اونجا بودن و حقوق میگرفتن، وقتی هم که به خارج آمدن یا الان سناتورهای مفخور امریکایی. بعد از اونها
آقای رضای پهلوی، من از اینجا اعلام میکنم ایشون قبول بکنن یک مصاحبه مطبوعاتی بذارن مثل همین سخنرانی و بیان پاسخگوی مردم باشن. به نظر من بهتر میشه همکاری کرد، میشه نزدیک شد، میشه وقتی سوالها رو ایشون پاسخ بده خیلی چیزا برای مردم مشخص میشه. ایشون تا امروز در این 40 سال حاضر نشدن این کار رو انجام بدن. هر کجا بوده، یا تلویزیون بوده ایشون صحبت کرده، یا پرسش هایی که چیده شده بوده از قبل مشخص بوده، ولی این سمینارها رو که میبینید یا این نشست ها همیشه بوده. جمهوری خواه ها و وطن پرست های ملی آقای بنی‌صدر 30 سال این کار رو دارن میکنن و در هر شهر و کشوری میرن و مردم میان هر سوالی دارن انجام میدن. چرا آقای رضا پهلوی که الان به محض اینکه شلوغ میشه هر بار میاد ایشون 4 تا مصاحبه 4 تا تلویزیون میبرنش به خاطر امکاناتی یا شناختی که از ایشون دارن یک سری حرف میزنه، به محض اینکه ساکت میشه میره میشینه دوباره خونه ایشون تا دوباره دفعه بعد. خب شما هم یک برنامه بذارید، یک شخصی، من به عنوان یک ایرانی یا هزاران ایرانی دیگه میخوان بیان توی یک سالن بشینن به سخنهای شما گوش بکنن و بعد از شما پرسش و پاسخ انجام بشه. شما اگر این کارو کردین به نظر من اون وقت میتونید که فکر کنید که در آینده ایران نقشی دارید. من خاطرم هست ایشون چند بار به پاریس آمدن، هر بار که صحبت بود که نشست هست از قبل باید مشخص میشده، به پلیس اطلاع داده میشده، به یک سری از سلطنت طلبای بسیار طرفدار ایشون اونها اعلام میکردن که این جلسه است، اونها به افرادی که میخواستن میگفتن، کارتای شناساییشون رو میگرفتن به پلیس اعلام میکردن و بعد میتونستن برن تو اون جلسه بشینن فقط و گوش کنن. یعنی بره ایشون مثل حالا صحبت بکنن و مردم گوش بدن بعدم بلنشن برن، مثل خب یک آخوند بره روی منبر صحبت کنه مردم هم زارزار گریه کنن یا خوشحال باشن. بله ممنونم، امیدوارم به پیشنهاد شما گوش کنن و شاید سرکله ایشون تو کلنم پیدا بشه. از کجا میدونم بعضی وقتا دعوت میکنن دوستان. بله ما امیدوار هستیم قبول بکنن ایشون بیان یک جلسه بذارن چه در آلمان چه در فرانسه. من خودم حاضرم خیلی کاراشو انجام بدم و ایشون بیان بشینن تا صحبت کنیم و بعد ببینیم که آیا میشه نشست با این گروه، با افراد مشروطه یا سلطنت طلب کاری کرد و مردم خودشون قضاوت میکنن. من خواهش میکنم از دوستانی که اطراف ایشون هستن و ایشون حالا احتمالاً حتماً میشنون صدا رو میبینن تو سالها گفته شده و اینو بشنون و پاسخ بدن و چون خیلی تلویزیون ها هست که ازشون درخواست کردن برن بشینن صحبت کنن یا جلسه باشه حاضر نیستن، چون من فکر میکنم که وحشت اینو دارن که با واقعیت ها و با مردم روبرو بشن و نتونن پاسخ های مردم رو بدن. فقط میتونه این باشه. در صورتی که میگم 30 ساله 40 ساله میگن بنی‌صدر خائن، کردستان رو به خاک کشیده، گفته چکماتون رو در نیاره، موی زن اشعه داره، دانشگاه و بسته و هزاران صحبت دیگه و ایشون 40 ساله در تمام کشورها میرن و با مردم برخورد میکنن و توضیح میدن و میگن و مشخص شد در آن دیگه کی راست میگه کی دروغ میگه. ما خواهش میکنیم که این دوستان هم این کار رو انجام بدن، انشاءالله بتونه یک همبستگی به وجود بیاد. بسیار ممنون، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شما دوشنبه هم با ما هستید یا میخواین بعدم به من خبر بدید؟ من بهتون اطلاع میدم. بسیار عالی. دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو بودیم. من فیسبوک ایشون رو هم یه بار دیگه نشون میدم، اگر سوالی دارید، پرسشی دارید یا نظری دارید با ایشون مطرح کنید و امیدوارم که همین جوری که ایشون هم گفتن بتونیم با هم دوستانه صحبت کنیم حتی اگر مخالف عقاید هم دیگه باشه. بله ممنونم و شب شما و بینندگان محترم بخیر. انشاءالله احتمالاً دوشنبه خواهم آمد راجع به همون مسئله ترور در ترکیه صحبت خواهم کرد. بسیار عالی، خیلی ممنون. ممنون از شما، شب همگی بخیر. خیلی ممنون. دوستان عزیز با آقای شادانلو بودیم، آقای جهانگیر شادانلو که با اسم جهان شادانلو روی فیسبوک میتونید ایشون رو به اصطلاح تماس بگیرید و داشته باشید. خب ممنون از دوستان. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید با دوستان بیننده و شنونده در تماس باشید
و بارها گفتیم اینجا ما نه از قبل میگیم چه برنامه‌ای، نه از قبل افراد رو تعیین میکنیم که کی تماس بگیره کی نگیره و میبینید که آزادی کامل هست. و اما هفته دیگه اینجا روز والنتاین هست. والنتاین یک امامی بوده که اجازه بدید من این تصویر رو بهتون نشون بدم. بله، یک امامی بوده که موقعی که ممنوع کرده بودن کسی ازدواج کنه، گویا ایشون دستور دولت رو گوش نمیده و مردم رو به عقد و ازدواج همدیگر در میاره و دولت هم ناراحت میشه و این بنده خدا رو میگیره و میکشه و تنبیه میکنه هرچ. ولی یه والنتاین دیگه ما داریم به نام والنتاین موتورز کمپانی VMC. آقای بیژن جعفری و دوستانشون اونجا کار میکنن. دو تا خبر من به شما میخوام بدم. یکی این که این دوستان اگه بخواین ماشینی بخرین کادو، حالا یا به عنوان کادو ماشینتون رو بخواین عوض کنید و اینها، به نظر من فرصت خوبیه. ضمناً دیروز با ایشون صحبت میکردم، گفتن که اون دوست شما که گفته کالیفرنیا، بله ماشینایی که توی این قسمت هست ارزونتره و خیلی از دیلرای کالیفرنیا میان از اینجا ماشین میخرن میبرن. خب احتمالاً وقتی از اینجا ماشین میخرن میبرن، اونام یه حق و زحمه میخوان. ولی اگه شما خواستید میتونید با آقای بیژن جعفری مستقیما تماس بگیرید و ماشین خریداری کنید. آدرس فیسبوکشون، آدرس وبسایتشون هست valentinesmotors.com. این بالا میبینید اینجا، اگرم نتونستید پیدا کنید تو گوگل بزنید این روزا پیدا میشه. و ضمناً یه آگهی استخدام هم دارن، اگر کسی مکانیک هست یا کسی سیلزمن فروشنده هست یا حتی نیست و میخواد باشه، اینها دنبال یه سیلزمن یا فروشنده میگردن، دنبال یک منیجر میگردن و دنبال یک مکانیک، باهاشون تماس بگیرید. ضمناً دیدم که ماشینا رو هم خیلی قشنگ اون آگهی والنتاین و اینها رو گذاشتن و زدن روش که شما هم میتونید ببینید. بذارید من مثلا یه نمونهش بهتون نشون بدم. اینجا رسمه. دیروز یه جایی بودم دیدم از این پاپیونای بزرگ روی ماشینا نصب کردن که برای مشتری به اصطلاح وقتی که دلیوری میکنن یا بهش براش میبرن اون رو ببرن اونجا. مثلا ببینید این یه SUVه، مثل که تو ایران میگن ماشینای شاسی بلند، ولی اینجا گفته که هپی والنتاینز دی و این هم فرشته عشق که با تیر داره به این حراج شلیک میکنه. در صورت اجازه بدین من شماره کانتکت اینها رو هم به شما بدم. 301-735-75-53 301-735-7553. در صورت این هم والنتاینز موتور در مریلند هستن. خب دوستان عزیز، آگهی گوگوش رو هم نشون بدیم که گوگوش خانم از ما یه وقت دلخور نشه و 24 قراره در این محل واشنگتن باشن. اتفاقا اونجایی که ایشون برنامه داره نزدیک وایت هاوس هست و نزدیک 24 بره نزدیک وزارت امور خارجه هست و یه جایی که اگه چند ساعت زودتر بیاین میتونید مثلا اون مرکز شهر واشنگتن و اینها رو هم بگردید و قدم بزنید، چند جای دیدنی داره. و این هم بله گوگوش و آقای شمایزاده Memory Makers Tour، یعنی خاطرات گذشته رو باز زنده کنید. شماره تلفنشون هست 571-242-02-26. این شماره تلفن همون شماره تلفنی که آقای آرمان شهبازی برای برنامه ستار هم گذاشته. و حالا چون این 24 هست خیلی خوبه، 24 شنبه میرید اینجا، 25 میاین اینجا، بهتون نشون بدم 26-1 بله بیاین اینجا که
کامرای دو. بله، این برنامه ای که آقای مهدی تبریزی سالهاست میذاره و رقص و آواز و به اصطلاح موزیک و دیدار دوستان و شام هست و اسمش هم گذاشته ایشون رضای خدا. برای رضای خدا نه فقط مسجد و اینها برید، میتونید تو جاهای شادم باشید. این دفعه متوجه شدم نوشتن یک شنبه 25 ساعت 8 شب شما میاین تا دوشنبه 26 ساعت 2 صبح برنامه ادامه داره. اتفاقا دفعه قبل به من گفتن تو کجا رفتی؟ گفتم خب دیگه ما خسته شدیم و به اصطلاح شام هم خوردیم و اینها، ما فکر کردیم شما مثل آمریکایی‌ها وقتی میگین 7 تا 11 در میبندی. گفت نه آقا، تازه 11 رقص و پایکوبی شروع شد و تا 2 صبح اونایی که اهل رقص و شادی هستن فراموش نکن. دوستان عزیز، برنامه من همینجا به پایان میرسه. برنامه بعدی هست آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 165 و بعد از اونم فیلم بابک رو بهتون نشون میدم، بابک هروی، فیلم آقای عبداللهی افشین عبداللهی. و همونجوری که گفتم این برنامه ها هر روز تکرار میشه تا برنامه های جدید پخش میشه. روز روزگار بر شما خوش. ممنون از اینکه با ما بودید.